خدمت همه شما سلام دارم. شهلا دانشور هستم، در برنامه پخش مستقیم امشب کانال جدید در خدمتتونم. امیدوارم حال همه شما عزیزان خوب باشه و آماده دیدن این برنامه باشید. این برنامه از استودیو لندن پخش میشه. موضوع برنامه ما هست حمله به زندانیان سیاسی، حمله به مردم است. موضوعی که الان داغ هست و بحثش همه جا جاری. خب شما در جریان هستید که در 28 فروردین پنجشنبه جنایتکاران جمهوری اسلامی بند 350 امین رو مورد حمله وحشیانه خودشون قرار دادن. موضوع رو از تحت عنوان بازرسی شروع کردن و زندانیان گفتن که خب از اونجا که در دفعات قبل در بازرسی ها اموالشون وسایلشون همه آسیب دیده بود، گفتم باید اونجا حضور داشته باشه و حقشونه. و وقتی که در حضور زندانیان به چیزی دست پیدا نکردن و بازرسی کردن، بعد از اون خب خواستن خارج زندانیان رو خارج کنن از بندها و بالاخره درگیر شدن. زندانیان اعتراض کردن، ضرب و شتم کردن زندانیان رو، تعدادشون در همون صحنه بند 350 با شعار مرگ بر دیکتاتور به این حملات اعتراض خودشون رو اعلام کردن و یک باره یورش وسیع به زندانیان صورت گرفت و حتی تونل باتوم درست کردن. تعدادی از زندانیان رو از این تونل باتوم رد کردن، حدود 32 نفر رو با ضرب و شتم اونا رو منتقل کردن به انفرادی 240. اما نتیجه چی بود؟ چرا جمهوری اسلامی این کار کرد؟ جمهوری اسلامی ضرب و شتم کرد، حمله کرد، در واقع تحت عنوان بازرسی، ولی مسئله اصلی میخواست زهر و چشم بگیره از مردم. مسئله اصلی اینه که تو شرایطی که میبینیم با اعتراض گسترده هست بر سر دستمزدای چند بار زیر خط فقر، تو شرایطی که میبینیم تر هدفمند کردن یارانه هاشون و گران شدن قیمت ها اعتراضاتی رو به پا کرده، تو شرایطی که میبینیم که همه دارن بحث بر سر اول ماه مه، روز جهانی کارگر، یک روز اعتراض سراسری گسترده است، جمهوری اسلامی میخواست به این شکل زهر چشم بگیره. اما از دل این تهاجم جمهوری اسلامیه که زخم خورده و آسیب دیده و مستاصل بیرون اومده، چطور که با موجی از اعتراض روبرو شد، هم در درون خود زندان هم در بیرون از زندان. در درون زندان دیدیم که زندانیانی که حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، وقتی که اونا رو بردن به انفرادی اعلام اعتصاب قضا کردن. در بند 350 تعدادی به حمایت اونا اعلام اعتصاب کردن. اونا حتی موی سر زندانیان رو تراشیدن و به این شکل میخواستن تحقیر کنن و به هر شکلی میخواستن اینا رو در هم بشکنن. اما باز دیدیم که در بند 350 و 240 تعدادی موی سرشون رو تراشیدن در هم بستگی با اونها. و این حتی در خارج از زندان تعدادی از فعالین سیاسی موی سر خودشون رو تراشیدن در هم بستگی با زندانیان. و حتی مادر مصطفی کریم بیگی که از جانباختگان سال 88 هستش، موی سر خودش رو تراشید در حمایت زندانیان. و خلاصه خانواده های زندانیان تجمع کردن در مقابل مجلس اسلامی، در مقابل دفتر روحانی، در مقابل دادسرای بازار و به این شکل خانواده هایی که عزیزانشون مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودن شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادن. یعنی نه فقط عزیز خودشون بلکه زندانی سیاسی آزاد باید گردد. و این در واقع یک التیماتوم و یک هشدار به دولت بود و وحشت کردن، تکذیب کردن، گفتن ما نبودیم، کی بود که بود، ما نبودیم. و علی مطهری اومد تو جمع خانواده ها و گفتش که یه دست دارن میخوان دولت رو خراب کنن. حالا کدوم دولت؟ دولت روحانی که خودش رکورد اعدام رو شکنده. و روز بعدش که خانواده ها رفتن جلوی دفتر روحانی، همین روز گذشته تجمع کردن، خانواده ها مورد حمله قرار گرفتن، تعدادشون دستگیر شدن، سه دانشجو اونجا دستگیر شدن. و این یک جنگی رو میبینید و میبینید که تو چه ابعاد زندان، اونجایی که جمهوری اسلامی ابزار سرکوبشه، ابزار قلدریشه، میبینیم که اینجوری داره جمهوری اسلامی به چالش کشیده شده.
تا جایی که اسماعیلی مسئول کل زندان ها رو رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی لاریجانی اعلام کرد که برکنار شده و این در واقع زیر فشار این اعتراضات بودش. حتی اینها که در سال 60 میدیدیم میامدن و اعلام میکردن که کفار رو باید کشت و حق ماست و رجزخوانی میکردن، الان به عکس خودش در اومده، همش میام میگن حمله نشده، اتفاقی نیفتاده، یه بازرسی معمولی بوده، مثل صحبتهایی که پور محمدی که عضو کمیته مرگ جمهوری اسلامی در سال 60 بود الان اومده از این خزعبلات میگه، مثل اسماعیلی که از همون روز اول گفت نخه اتفاق نیفتاده و بازرسی بوده و مجبور شدم بیان تو تلویزیون به مردم توضیح بدن، مجبور شدم بیان تو تلویزیون جواب بدن و استیصالشون و زبونیشون رو تو همین برنامه تلویزیونی میشه دید. امیدوارم بتونیم یک تکه از چهره کریه اسماعیلی مسئول زندانها رو ببینیم. ببینید استیصالش جمهوری اسلامی، ببینید که زیر اون لبخند ساختگی چه وحشت و هراسی خوابیده. و بعد کلیپی از خانواده های زندانیان سیاسی که شعار میدن زندانی سیاسی آزاد باید گردند. این اتفاقیه که در این هفته افتاد و یک اتفاق سیاسی مهمه و نشون میده قدرت ما مردم رو، نشون میده قدرت فضای اعتراضی جامعه رو و نشون میده استیصال جمهوری اسلامی و هراس و وحشتش رو نشون میده. و میبینیم که چطور شاهرخ زمانی رو زیر فشار گذاشت. شاهرخ زمانی از زندانیان از فعالین کارگری شناخته شده که الان در اعتصاب قضا به سر میبره، اما موج از اعتراض از همبستگی به پا شد، مجبور شد که عقب نشین کنه، شاهرخ رو دوباره برگردونه گوهردش. اونجا مردانی رئیس زندان اونو بردش به بند زندانیانی که بهشون میگن خطرناک جو. شاهرخ اعتراضش رو ادامه داد و ما اعلام کردیم، گفتیم از شاهرخ میخوایم که اعتصابش پایان بده. ما صدای اعتراض شاهرخ هستیم، ما صدای همه زندانیان سیاسی هستیم، ما صدای بهنام ابراهیم زاده هستیم، یکی از زندانیان سیاسی بند 350 که جزو کسانی هست که بند انفرادی انتقال پیدا کرده، بهنام ابراهیم زاده از چهرهای محبوب کارگری که بارها در مورد صحبت کرد. ما صدای تک تک این زندانیانی هستیم که این گونه مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و این گونه جانانه ایستادن. ما صدای خانواده هاشون هستیم و کنار خانواده هاشون هستیم. بله، کانال جدید بفرمایید. بله بله سلام میکنم. بله خواهش میکنم، برنامه من هستش حمله به زندانیان سیاسی، حمله به مردم است، بفرمایید. میخواستم بگم که باید خزینه پرداخت چنین حرکات وحشیانه رو برای جمهوری اسلامی اینقدر بالا ببریم که جرأت نکنه دست روی یک زندانی سیاسی بلند کنه، بلکه تمام زندانیان سیاسی رو هم آزاد کنه. امروز شنیدم که رئیس کل زندانهای کشور عوض شده و کمیسیونی از طرف دولت برای تحقیق در مورد بند 350 تشکیل شده و همچنین این مسئله به گوش خانم کاترین اشتر هم رسیده. باید آنچنان هزینه همچین حرکات وحشیانه رو برای نظام اسلامی بالا ببریم که نتونه دست این کارا بزنه. خیلی ممنون به امان استاد فیلم. متشکرم. بله نکته بسیار خوبی رو گفتید، باید هزینه چنین حرکات و چنین قلدوری ها رو اونچنان بالا ببریم که جرأت نکنن. و امروز اتفاقی که اشاره کردن، عقب نشینی جمهوری اسلامی و استیصالش رو میبینیم و قدرت خودمون رو میبینیم برای باز کردن درب زندان ها. همینجا بگم که از شیوا محبوبی درخواست کردیم که تماس
ایشون رو تو برنامه داشته باشیم به عنوان سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. امیدوارم فرصت کنن و ما بتونیم پای صحبتشون بشینیم. همینطور علیرضا رشیدی که با این کمیته همکاری میکنن، همکارم در کانال جدید، که امیدوارم بتونن فرصت کنن و بیان خبرهایی که دارن رو اینجا به اطلاع ما برسونن. و از شما عزیزانم میخوام بیاید اینجا صحبت کنید، مثل بهمن که از تهران، گفتن بهمن اصلا از تهران، بیاید و فراخانتون رو بدید، بیاید اینجا اعتراضتون رو بگید. و باید روز جهانی کارگر که این روز اعتراض گسترده برای همه ما مردم هست و تو برنامه مرتب در مورد صحبت کردیم، شعار کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، همه جا تنین بیاندازه، عکس‌ها اینا رو داشته باشیم، عکس‌ها اینا رو همه جا بندازه، همه جا بچسبونیم به در و دیوار و هزینه رو برای جمهوری اسلامی سنگین کنیم، همینطور که این دوست عزیز بینندمون اینجا صحبت کردن. نمیدونم کلیپ مربوط به تجمع خانواده جلوی زندان هست که اینجا آماده است که اتاق فرمان اینجا برای ما پخش بکنن که صدای این خانواده ها رو اینجا بشنویم. زیر فشار خانواده ها مجبور شدن که به اونا ملاقات بدن. روز دوشنبه که روز معمول ملاقات ها هستش، قرار نبود ملاقات داده بشه، اما خانواده ها وایستادن، شعار دادن، شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد و دادن و بالاخره به تعدادی از اونا ملاقات داده شد. و تو همین ملاقات ها باز دروغگویی و در این حال وحشت جمهوری اسلامی رو دیدیم، که تو همین ملاقات ها خانواده ها عزیزانشون رو دیدن که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. و از جمله مادر اکبر امینی، یکی از این مادر یکی از این زندانیان سیاسی بود که پسرش رو در حالی که آسیب دیده بود دو نفر می آوردن سراغ پیش مادرش و مادرش اونجا از حال رفت با دیدن فرزندش. اما این خانواده ها تسلیم نشدن، این خانواده ها این وضعیت رو دیدن و اعتراض کردن، این وضعیت رو دیدن و اعلام کردن زندانی سیاسی آزاد باید گردد، این وضعیت رو دیدن رو در مقابل اوین، در مقابل دفتر روحانی، در مقابل مجلس جمع شدن، شعار زندانی سیاسی آزاد باید کردن دادن و این وضعیت رو دیدن و با اعتراضشون جمهوری اسلامی رو به این استیصال کشوندن. زنده باد و درود به شما خانواده ها، و زنده باد و درود به شما زندانیان سیاسی، و زنده باد و درود به شما مردم معترض. بله، کلیپ تجمع خانواده ها اینجا آماده است، این رو ببینیم و صدای این خانواده ها رو بشنویم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو میبینید. امروز بعد از حمله جنایتکاران جمهوری اسلامی رساتر از هر وقت این شعار داره سرداده میشه و این هزینه سنگینه که جمهوری اسلامی پرداخت با این حمله وحشیانش. کارگر رو زندانی میکنه، فعال سیاسی دانشجو رو زندانی میکنه، اما کارگر از درون زندان، فعال سیاسی از درون زندان پیام میده و شاد باش میگه روز جهانی کارگر رو، پیام میده و شاد باش میگه روز 8 مارس روز جهانی زن رو، پیام میده و شاد باش میگه مناسبت های مختلف رو، پیام میده و حمایت میکنه از همبندی خواهش. و این جامعه ای که جمهوری اسلامی نمیتونه عقبش بزنه، این جامعه ای که خواستای انسانی داره، خواستایی داره که تبعیض نمیخواد، نابرابری نمیخواد، فقر نمیخواد، دستمزدهای چند بار زیر خط فقر نمیخواد،
و میبینیم که داره سازمان پیدا میکنه و با خواستاش میاد جلو. صدای این مردم رو پای کانال جدید هر روزه داریم میشنویم. دوستان خط تلفن باز است، زنگ بزنید و صحبت کنید، زنگ بزنید و همبستگی خودتون رو با خانواده های زندانیان سیاسی اعلام کنید، بگیم که ما هم خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 هستیم، بگیم که اینها فرزندان ما هستن، اینها عزیزان ما هستن، و بگیم که ما هم به نام ابراهیم زاده از بستگان اون هستیم و اعلام همبستگی میکنیم، و همراه با این صدا ما هم شعار و شعار زندانی سیاسی رو همه جا سر بدیم. یکی از ویدئوهای دیگه، کلیپ‌های دیگه که دوست داشتم شما ببینید، چهره زبون اسماعیلی هست در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که با وقاحت تمام میاد ولی مجبور میشه توضیح بده به مردم، مجبور میشه به شما مردم بگه چی شده. دروغ میگه، نمیدونم، گوشه های از اوین رو نشون میده برای اینکه بگه یه بازرسی ساده بوده، ولی همین که مجبور بیاد بگه چی بوده، شما ببینید که استیصال جمهوری اسلامی رو ببینید. با هم دیگه یه تیکه کوتاهی از این صحبت ها و از این تصویر جوانانه جمهوری اسلامی رو ببینیم. 23 دومین شب دومین ماه سال رو نگاه میکنید. تصاویر مستند و دست اولی از اتفاقات روز پنجشنبه بند 350 زندان اوین به دستمون رسیده. بند 350 که در شبکه‌های ضد انقلاب برای چند روز حسابی رو بورس بود، اما به یک باره از سکه افتاد. بند 350 زندان اوین، زندانیان بند 350 اوین داخل بند 350 زندان اوین ابراز نگرانی کرد. بند 350 اوین که زندانیان بند 350 زندان اوین تهران حاضر در بند 350. سوژه‌ای که این روزها شبکه‌های فارسی زبان بی بی سی و صدای امریکا نسبت به آن واکنشی عصبی و پرتیراژ دارند. فقط در شبکه سلطنتی بی بی سی فارسی در 30 بخش خبری و حدود 200 دقیقه برنامه به آن اختصاص داده می شود، آن هم فقط طی 72 ساعت اخیر. اما به راستی ریشه این جیغ‌های رسانه‌ای شبکه‌های تلویزیونی و سایت‌های ضد انقلاب کجاست؟ برای پاسخ این سوال به سراغ رئیس سازمان زندان‌های کشور رفتیم که خبرهای مهم وی از درون بند 350 علت جفت‌سازی‌ها و عصبانیت‌ها را بیش از پیش برای ما روشن می‌کند. بخش عمده عصبانیت عرض کنم شبکه‌های ضد انقلاب و به ویژه لندن و واشنگتن، این اقدام و نتیجه این عرض کنم خدمتتون که اقدام ما بود. ماجرا مربوط می شود به بازرسی تخصصی روز پنجشنبه گذشته 28 فروردین ماه از بند 350 زندان اوین که به دنبال رصد و تحقیق به عمل آمده، مواردی مشکوک از یک شبکه جعل خبر و انتقال آن به ستادهای شایع سازی در لندن و واشنگتن یافت می شود. برای دلایل امنیتی صدای او تغییر داده شده. ما در این بند بیشتر موضوع ارتباط با رسانه‌های بیگانه و بی بی سی و صدای آمریکا و برخی از سایت ها و خبرگزاری های معاند نظام رو داشتیم، لذا تمرکزمون و آموزشی که داده بودیم برای پیدا کردن مسیرهای پنهان ارتباطی اینها با شبکه های ضد انقلاب و به ویژه بی بی سی و صدای آمریکا بود که خوب این اقدام انجام شد. این تصاویر مستند از روز پنجشنبه 28 فروردین و بازرسی از بند 350 اوین. طبق آیین نامه بازرسی های معمول باید صورت گیرد و زندانیان باید اتاق ها را ترک کنند. اما تعدادی از ساکنان دو اتاق علارغم تاکیدات و درخواست های مکرر مسئولین از این عمل سر باز می زنند. به دنبال این تمرد توسط تعدادی از زندانیان، ماموران در راستای اجرای قانون در کمال آرامش این افراد را به خارج از اتاق جابجا می کنند. احترام گذاشتم. بفهم آقا. خب بفهم آقا. نفهمید. کجا هشمه؟ یا علی.
هرچه بازرسی ها بیشتر می شود، عده‌ای که احساس خطر می کنند که هر لحظه امکان دارد وسایل و ابزارالات غیر قانونی آنها کشف شود، اقدام به التهاب آفرینی و حتاکی و تخریب اموال زندان می کنند. در این تصویر هم مشهود است افراد زندانی که شیشه درب را شکستند، علارغم هشدارهای مامورین برای جلوگیری از جراحت در اثر برخورد دستهایشان با خورد شیشه ها، کماکان اقدام به تشنج می کنند. و یا در این تصویر که یکی از مجرمین خورد شیشه ها را به سمت مامورین پرت می کنند. همکاران ما هم این صبوری و خویشتنداری رو به خرج دادند، اما از ناحیه این افراد هم مقاومت و ممانعت در انجام بازرسی، هم حتاکی و جسارت و هم تخریب، شکستن شیشه، شکستن در، با این قبیل اقدامات از ناحیه اونها مواجه شدیم، به ویژه موقعی که با انجام برخی از بخشی از بازرسی، چون اینها اکثرشون داخل هواخوری بودن، از اونجا هم پنجره بود و اشراف داشتن به داخل مجموعه، دیدن که برخی از اقلامی که اینها مخفی کرده اند و فکر می کردن شاید این اقلام، عرض کنم خدمتون، که کشف نشود و برملا نشود، این اقلام یکی بعد از دیگری داره کشف میشه، تعداد کشفیات عرض کنم خدمتون که قابل تو همین تکه کوتاهی که دیدید، زبونی و استیصال حکومت اسلامی رو به روشنی میبینید. رئیس زندان ها رو آوردن توی تلویزیونشون که جواب بده به مردم که چرا این اتفاق افتاده. بهشون میگه که چون اخبار درون زندان سر از جاهای دیگه در آورده. و اینم گوشه ای از حقیقته، برای اینکه جمهوری اسلامی زندان رو ادامه اعتراض مردم بوده. برای اینکه جمهوری اسلامی نتونسته انسان ها رو اونجا بشکنه، ادامه مبارزه بوده. و همین امروز هم میبینیم که ادامه این اعتراضات ادامه داره و چه فضایی در زندان و در بیرون از زندان هستش. لبخندهای ساختگی جناب اسماعیلی کاملا نشون میده که چقدر دلش خونه از اتفاقی که افتاده و از اینکه چه بهایی براش پیدا کرده، چه بهای سنگینی پیدا کرده. خاطرتون باشه تو دهه 60 اینا میامدن تو نماز جمعه هاشون میگفتن که کافرین و مخالفین و رژیم رو باید کشت. امروز مجبورم بیان بگن که یک بازرسی معمولی بوده. مجبورم بیان صحبت کنن که خب زندانی هم بالاخره اونجا وایستاده بود و ما در حضور خودش اتاق رو بازرسی کردیم. تمام استحصالشون رو میبینید. و همینجا میخوام بگم که زنده باد به ما مردم، زنده باد به زندانیان سیاسی و زنده باد به این جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی تو جامعه. و همینجا میخوام بگم که این نشون میده که با قدرت بیشتری میتونیم بریم به استقبال روز جهانی کارگر، روزی که یکی از خواستای ما خاص زندانی سیاسی آزاد باید گردد هستش. به هر حال دوستان، همونطور که گفتم خط تلفن بازه. میدونم صحبت‌های جنایتکاری مثل اسماعیلی شما رو به خشم آورده، ولی قدرت خودمون رو ببینیم و ببینیم که استیصال جمهوری اسلامی رو ببینیم. صحبت زیاد هست و این فرصتی که در این مورد میتونیم صحبت بکنیم، در مورد راهکارامون صحبت کنیم، در مورد مسائلی که داریم صحبت کنیم. همونطور که گفتم جمهوری اسلامی به طور واقعی از اعتراضات ما مردمه که چنین مثل یک حیوان زخم خورده به تقلا افتاد و ولی نتونست کاری بکنه. شما نگاه بکنید، هر روز تو محیطای کارگری اعتراض و مبارزه هستش، هر روز اعتصابیه، هر روز اعتراضی هست. تو همین مدت ما پل اکریل اصفهان رو داشتیم، همین مدت ما کارگران پتروشیمی اصفهان رو داشتیم، همین مدت ما کیانتایر رو داشتیم، همین مدت ما در ایران خودرو اعتراضات رو شاهد بودیم، همین مدت ده ها اخبار اعتراضی همینجا در مقابل من، خبرهایی که دوستان برای ما فرستادن هست. نمیدونم
کارگران محیط زیست کردستان، فرهنگیان بازنشسته استان کوکولیه، تجمع کارکنان رسمی صنعت نفت شاغل در پتروشیمی اصفهان، یا کارکنان مخابرات استان گلستان، تجمع کارگران شرکت نگین سبز خاورمیانه و ده ها و ده ها مرکز اعتراضی کارگری. وقتی به جامعه نگاه میکنید باز میبینید فضا فضای اعتراض هستش. خود مسئله طرح هدفمند کردن یارانه هاشون، گفتن که میخواستن بنزین رو گرون کنن، یه دفعه مردم اومدن ماشینا تو صف برای اینکه بنزین بزنن، بلافاصله گفتن دستگاه همون مشکل پیدا کرده و چند روز به تعویق میفته. گفتن که نمیدونم انصراف بدید یا برای یارانه اون چندرغاز یارانه و اینها، ولی خودشون تو همین الان گفتن 73 میلیون نفر تقاضا کردن و تو این موندن که چه رقمی رو تعیین کنن که شامل این چندر قاضیاران شاملش نشه. بیشتر از همه بالای حکومت موزلشونه، بیشتر از همه خودشون موزلشونه و این هم باز داره شکستشون رو نشون میده. کانال جدید بفرمایید. سلام به شما، بفرمایید. رسول جمهوری اسلامی چه کار میکنم؟ الان کارگر پیلی آقا میرون شکایت میکنم، لده آقا شما بسن بکی رسی کار کردی چه جمهوری گرد؟ چه ایرانی هست که این مرکم در اسلام هستن؟ بله دقیقا شما بله، یعنی شما حقوق چند ماه حقوقتون رو ندادن؟ مگه من باید کار کردم یا دیگه یک ماه دوباره کار؟ مگه آقا برو الان غلط نکردی برو کم بکن. مگه برو شکایت، رفتم شکایت کردم، مگه رفتم اونجا مگه تو بچی رفتی براش کار کردی؟ بله. من نمیدونم من چی کار کنم در سی از اینا. دقیقا. خب شما چند نفر هستی؟ خودتون تنها هستی یا دوستانی هم بایدتون هستن اونجا که مثل شما حقوق نگرفتن؟ نزدیکه ما 4-5 نفر براش کار کردیم. آقا میگه برو شکایت کن، رفتیم شکایت کردیم. آقا میگه شما برای چی رفتید براش کار کردید؟ شما که میفهمیدید که مثلا اون پولی نمیده، برای چی رفتید کار کردید؟ خب میگم آقا ما آمدیم شکایت، برای چی آمدیم شکایت کنیم؟ خب آمدیم که به حق ما رو بگیریم. میگه نه ما هیچ کاری نمیتونم بکنم براش. بله من در این مورد صحبت میکنم. در رابطه با زندانیان سیاسی شما چه صحبتی با خانواده هاشون دارید؟ بله صداشون قطع شد. کارگری هستن که کارگردان دستمزدشون رو بهشون نمیپردازن، به همین راحتی قلدری میکنن. خب جواب این معلومه، مبارزه است، اعتراض. حالا در مورد این صحبت میکنیم. کانال جدید بفرمایید. خانم دانشور سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید. خانم دانشور لطفا من 2 دقیقه از شما وقت میخوام، محبت بفرمایید یه سری حقیقتی من میخوام بگم، فقط محبت بفرمایید قطع نکنید. من مخالف این رژیم هستم 100% و از همون روز اولم با این تلویزیون در ارتباط هستم. فقط میخوام یه واقعیتی رو من خدمت شما بگم. ببینید همین الان از طریق رسانه ها اگر اعلام بکنم فردا فلان خیابون سبد کالا یا فلان چیز رو میدن، بعد شما ببینین مشاهده کنین، بعدا فیلم برداری بکنم ببینن چند هزار نفر از همین مردم که دارن زنگ میزنن به همین تلویزیون فردا میرن تو خیابونا. بعد به قول معروف خانم دانشم متاسفانه ملت ما به خاطر اون همه نعمت زفتی که تو زمان شاه داشتیم از طرف حالا به قول معروف خود شاه نمیدونم کسایی که به قول معروف اون موقع سردمدار بودن نفرین شدیم. چرا که تا دیروز من که به قول معروف دیروز رفتم دیدم جز خانواده های خود همین زندانیان و یا به جز چند نفر از افرادی که آبه بودن هیچ کسی دیگه نیامده بود به قول معروف جز این اعتراضا شرکت کنه. و به قول معروف اون هم تازه اومده بودن شاعت شعاره که به قول معروف به کلیش قبای این دولت بر نخوره داشتیم میدادیم، ولی هیچ کسی دیگه به قول معروف شهامت رو اینو نداشت بیاد اونجا از این مردم حمایت کنه. از همون چند نفر، اون چند نفر هم خانواده خود همین زندانیا بودن. تا زمانی که این ترس و بی‌تفاوتی رو ما ملت کنار نذاریم وضع از همین که الان هست بدتر میشه. ما باید غیرت رو به نظر من از کشور ترکیه و مصر یاد بگیریم. اونا رو نگاه کنیم ببینن
چند شبانه رو چند ماه تو همون خیابون دوباره رو تو سرما و گرما بودن برای رسیدن به هدفشون. ما هم باید همون کارو بکنیم و الان با تلفن زدن علکی که هی بیایم رو خط شعار بدیم هیچ چیز دیگه حل نمیشه. ممنون از اینکه برام گوش کردین. خدا نگهدار. ممنون. ببینید این تلفن علکی نیست و شعار دادن نیست، همونطور که کار خود شما شعار دادن نبود و حرفتون درسته. این یه اعتراض جمعی میخواد و امروز همه امکانش داره فراهم میشه. خود این که خانواده هایی که بچه هاشون رو ضرب و شتم کردن میان جمع میشن یه قدم بزرگ. دوست عزیز راست میگید، انتظار اینه که همه مردم بیان به این تجمع بپیوندن، ولی اینها مقدماته، اینها شروعه، اینها یه آغازه. خود این که وقتی تو زندون به عنوان تحقیر میان موی زندانی رو از تن میتراشن، اون رو لباس رو از تنش میکنن و ضرب و شتمش میکنن، بعد در زندانیان دیگه عینن میرن موی سرشون رو میتراشن و اعلام همبستگی میکنن و در بیرون از زندان جوونا هم این کارو میکنن، اینها اعلام همبستگی است و اینا سازمان یافتن صفحه اعتراض مبارزه است. ببینید بالاخره قیام یه روزی و مردم یه روز همه میرزن بیرون، اینم دیر نیست و به زودی تو آینده نزدیک میشه. اینو قابل تصوره با این وضعیت و خشمی که جامعه داره با همین حرفایی که خودتون گفتید، ولی تا وقتی که اون روز قیام بشه بالاخره یه اعتراضات صورت میگیره و باید مکان این اعتراضات رو فهمید تا ببینیم ما قدرتمون چقدره. اگر فکر کنیم که اینا هیچی نیستش، بنابراین خودمون رو توی موقعیت ضعیفتری میبینیم و اون وقت اون آمادگی رو کمتر تو خودمون میبینیم. همین الان وقتی شما راست میگید تو کارخونجات مختلف اعتراض است ولی پراکنده است، خانواده های زندانیان سیاسی میان به شعار که خب میگن زندانی سیاسی آزاد باید کرد و این شعار مهمیه، شعار دارن میدن، نه تنها فرزند خودشون، میگن زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانیا تو زندان وقتی که مورد ضرب و شتم قرار میگن میگن مرگ بر دیکتاتور و اینا مهمه، اینا اتفاقات سیاسی مهمه دوست عزیز. اگه اینا رو نبینیم برای اون اتفاق که شما براش لحظه شماری میکنیم و من براش لحظه شماری میکنم و همه ما مردم در موردش داریم صحبت میکنیم، اون وقت نمیتونیم آماده شیم. مسئله اینه که جایگاه این اعتراضات رو بفهمیم و به همین دلیل صحبت کردن پای کانال جدید مهمه، برای اینکه ابهاماتمون رو بگیم، تردیدامون رو بذاریم کنار و راه رو پیدا کنیم. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشور، خسته نباشید. سلام، تشکر میکنم، بفرمایید. من خواستم بگم اولا خب این رئیس زندان، همین رئیس زندان ها که الان تصویرش نشده قیافه زده بشر بود. بله. دو، من صدا سیمای مال جمهوری اسلامی. الو. بله ادامه بدید. ایر صدا سیما جمهوری اسلامی چرا میره خودشون سوال میکنه، چرا نمیره از زندانی که کتک خوردن نمیره سوال کنه؟ بله. از زندانی که اونجا کتک ها رو خوردن، همونجا شکنجه شدن نمیره سوال کنه؟ بله. بعدش هم این دوربین که باشونه بدون با برنامه ریزی قبلی بوده، اگه راست میگفت تصویر کامل نشون میداد. بله دقیقا. نگه تارش کنه. بله. از این جمهوری اسلامی کلن سانسوره. مثلا قیافه اصلا مشخص از ضد بشره، اصلا چیه؟ یا از نماینده کدوم حزبه؟ نماینده اسلامه دیگه، کامل اسلامه، یه قیافه اسلامی ما دیدیم دیگه. بله دقیقا. دیگه زندان آقا چی داره؟ زندان اگه واقعا دیگه بس انداختنش داخل یه زندانی، زندان سیاسی و انداختی داخل یه چهار دیواری، پس یه کارایی هست که اونجا شما میترسید بیرون درس کنه، میترسید که اخبار بره بیرون، پس یه اتفاقایی میفته اونجا که شما هر روز میخواد برید. ولی زندانی بدبخت ها میترسن، من خودم زندان هفت بار رفتم در اصل همین رژیم جمهوری اسلامی، میدونم وقتی موقع بازرسی اشرار قیمتی ها میرن، یعنی هر اتاقی باید یه نماینده وایس اونجا که بازرسی کنم. اینا نه، خواستن همه رو بندازم اینا هر چی اشرار دیگه. نگاه کن، دارن از زندانی همون هم جوخان دزدی کنن. بله اما دزدی کردن الان موقع زندانی هم. بله. من مردم درخواست دارم بابا، من بچه تهران نیستم، تو رو دینی که دارید به خود خودتون خیلی اسلامید،
اگه بچه تهران برید تو خیامون کمک اینا کنید، کمک خانواده‌اش کنید، بابا شعار میدید، شعار دادن چیه؟ بعضی ما الکی تلفن نمیزنیم، او برادری بگو ما مثلا شعار میدیم و اینا، ما چیکار کنیم؟ اصلاً میگیم میگی تروریستن، شعار بدیم میگین منافقن، چی بگیم؟ چیکار کنیم؟ خفه شیم؟ 35 سال داریم خفه شدیم، 35 سال خفه شدن مهر خفگی رو زدید به ذهنم. حالا این رسانه میخواد آقا صدامونو برسونه به ایران، به داخل ایران، با اینکه داخل ایران نمیتونه حرف بزنه، بعد از طریق همین تلویزیون، طریق حزب کمونیست کارگری. اگه امری با من نداری خواننده‌اش برم. متشکرم، خیلی ممنون، صحبت های بسیار خوبی کردید، متشکرم. بله دقیقا اینجا جاییه که به همین ترتیب حرفامونو میزنیم، صحبتامونو میکنیم و روشن میشیم رو خیلی از مسائل و در همین بحث کردن ها و صحبت کردن ها راهکارهای مختلف مقابل ما میاد. ببینید بعد از تمام برنامه هایی که داشتیم دوستان زیادی اومدن گفتن روز جهانی کارگر با قدرت بیایم بیرون رو اعتراض کنیم، علیه فقر اعتراض کنیم، علیه بیحقوقی اعتراض کنیم، علیه نابرابری اعتراض کنیم، علیه دستمزدهای زیر خط فقر اعتراض کنیم، برای آزادی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی اعتراض کنیم. و ما گفتیم اگه دنبال روزی هستید، خب این روز از قبل آماده است، این روز روز جهانیه. و شروع کردیم به صحبت کردن سر ابهامات و تردیدها و مشکلات. بنابراین اینجا جای اتفاقا سازمان یافتنه و دوست عزیزمون هم اینجا اومدن یه خاص معقولی داشتن، گفتن همه مردم باید دست به اعتراض بزنیم و این خواستشون رو من هم تاکید میذارم روش. و صحبتایی که این دوست ما گفتن راست میگن چرا پای صحبت اینا میشینن، برن پای صحبت خود زندانیان که کتک زدنشون، برن سراغ خانواده ها. ولی یه جواب من بدم، چرا میرن پای صحبت مسئول زندان هاشون؟ در واقع جمهوری اسلامی با صدای سیماش داره به شما مردم جواب پس میده، برای اینکه خانواده ها گفتن کوتاه نمیای، ما به اعتراضمون ادامه میدیم، برای اینکه خانواده ها گفتن که باید پاسخگو باشید، برای اینکه میبینن خانواده ها دارن جمع میشن و میگن زندانی سیاسی آزاد باید گردد، برای اینه، برای اینکه میبینن تو زندان زندانی رو زیر فشار قرار گرفتن، تونل رو باتوم درست کردن، ضرب و شتم کردن، زندانی اونجا رفته اعتصاب قضا میکنه و اعتراض داره به این وضعیت، تا جایی که دولت روحانی رو وادار کرده بگه که یک کمیسیون میفرستن برای تحقیق بررسی. خود دولتی که رکورد اعدام رو داره توی دهه اخیر. کانال جدید بفرمایید. الو، بله قطع شد متاسفانه. بله مثل متحری از نمایندگان مجلس که به خانواده ها گفتش که دستای نامرئی در پیش بوده و میخوان دولت خراب کنن. و کدوم دولت خراب کنه؟ همون دولتی که از دستمزد 608 هزار تومان رو تعیین کرده، همین دولتی که تحت دفن کردن یارانه ها رو داره به اجرا میذاره، قیمت ها چند برابر افزایش پیدا میکنه، همین دولتی که رکورد اعدام شکسته، همین اعدام دولتی که میبینید که این بعض زنان قانون مشروعیت یافتن با ازدواج با فرزند خواندن. بنابراین کدوم دولت؟ این یعنی کل جمهوری اسلامی، همشون مثل همن، هر کدوم میان، ولی جدالشون رو میبینید، جنگشون رو میبینید، سراسیمگیشون رو میبینید، استیصالشون رو میبینید تو همین صحبت ها و تو همین بحث ها و همین که فوری بلا فاصله مجبور میشن رئیس کل زندان هاشون رو کنار بذارن. کانال جدید بفرمایید. الو سلام عرض کردم خدمت شما خانم دانشور، من علیرضا رشیدی هستم، مزاحمتون شدم. بله سلام میکنم علیرضا رشیدی، منتظر بودیم که صدای شما رو اینجا داشته باشیم. بفرمایید چه خبرهایی برای ما دارید در این مورد و چه صحبتی دارید؟ قبل از هر چیزی من میخواستم اول همبستگی خودم رو با مقاومت زندانیان سیاسی بند 350 اعلام بکنم، همچنین با خانواده هاشون که در طی این چند روز اخیر با تحسنشون و اعتراضشون در مقابل دفتر روحانی در سالن ملاقات فریاد شعارهای زندانی سیاسی باید آزاد گردد و مرگ بر دیکتاتورشون نشون دادن که همچنان مقاومت میکنن و همینطور که اطلاع دارید و الان گوش میکردم شما فرمودید، در روز پنجشنبه که
شکنجهگران جمهوری اسلامی حمله کردن به بندهای 350، عده‌ای از زندانیان سیاسی رو به طور برهنه از تونل مرگ رد کردن و موهای سر اونها رو تراشیدن و به طور وحشیانه اونها رو زدن و به انفرادی بردنشون. در پی این عمل وحشیانه، عده‌ای از زندانیان سیاسی که در بند 350 حضور داشتن در همبستگی با اونها موهای سر خودشون رو تراشیدن. و در همین مسئله دیگه اتفاق افتاد که خیلی از فعالین سیاسی که در بیرون بودن، خانواده های زندانیان سیاسی، از جمله مادر زنده یاد مصطفی کرمبگی که در سال 88 کشته شدن، ایشون هم موی سر خودشون رو تراشیدن. و چیز دیگه که هستش، من میخواستم خدمتتون عرض کنم، در روز سه‌شنبه طبق فراخوانی که داده شده بود روبروی دفتر کاخ روحانی، ریاست جمهوری روحانی، در حدود ساعت 3:30 بعد از ظهر بوده که عده‌ای از جانیان اسلامی حمله میکنن به معترضینی که در اونجا حضور داشتن و 3 نفر رو دستگیر میکنن در اونجا، که اسامی اون 3 نفر هم در حال حاضر ندا صبوری، سهراب صالحی و میلاد پور ایسا هستش که 3 دانشجو بودن که در اونجا حضور داشتن که به طور وحشیانه توسط جانیان اسلامی دستگیر میشن. و چیز دیگه که هستش، در حال حاضر حدود 40 نفر از زندانیان سیاسی بند 350 دست به اعتصاب قضا زدن در همبستگی با کسانی که در انفرادی در حال حاضر حضور دارن، افرادی مثل بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری که تکه افکاری که ما دادیم ایشون رو به طرز وحشیانه‌ای زدن و ایشون مقاومت کردن و همونطور که بارها مقاومت خودشون رو نشون دادن نسبت به تمام مسائلی که چه در داخل زندان چه در داخل بیرون زندان بوده. الان صحبت دیگه ای که هستش، صحبتی بودش نمایش مضحکه و کاملا خندداری بود، مانند همون مضحکای انتخاباتیشون که انجامیدن، گزارش دروغینی بودش که صدا و سیما اعلام کرد و پخش کرد از فیلم های ساختگی که خودشون ساخته بودن که نشون میداد که زندانیان سیاسی رو به طور محترمانه خیلی باشون برخورد میکنن، زیر بغلشون میگیرن بفرمایید بیرون، خواهش میکنن بیرون باشید، که اصلا همچین چیزی در وجود صحبت کردن سربازهای جمهوری اسلامی یا جانیان جمهوری اسلامی وجود نداره. همونطور که خودتون اطلاع خانم دانشور و من، فیلم مصاحبه‌ام از طریق تلویزیون شما پخش شده. من خودم یکی از زندانیان زندان کهریزک بودم، زندان کهریزک و رجای شهر، قزلحصار و همچنین اوین. زندانی که من در داخلش بودم مثل کهریزک، دقیقا شکنجه هایی که در داخل اون زندان می شد و تونلی که با نام تونل مرگ در داخل اون ازش نام میشه، هیچ چیزی نیست دقیقا مانند تونل مرگی که تونل اوین بوده و اون تجربهش رو من داشتم. و تمام دروغ پردازی هایی که روز گذشته در توسط برنامه 8:30 جمهوری اسلامی پخش شد رو من اینجا محکوم میکنم و میگم که کاملا دروغ هستش، چون صدای تمام خانواده های زندانی در همه جا شنیده شده و ما صداهاشون رو پخش کردیم از طریق فیسبوک، از طریق رسانه های مختلف در شبکه مجازی پخش شده که چگونه با فرزندانشون برخورد کردن پس از اینکه فرزندانشون رو دیدن در سالن ملاقات، چجوری برخورد کردن. همونطور که شما اشاره کردید، یک نمونش مادر آقای اکرم امینی بودش، کسی بودش که در سال 88 به روی جرثقیل رفتن و عکسی رو بالا بردن. ایشون کسی بودن که در داخل زندان مقاومت کردن، ایشون رو به طرز وحشیانه زدن. وقتی که مادرشون با ایشون ملاقات میکنه، میبینه که ایشون از ناحیه سر شکستگی شدیدی داره و گردنشون بسته هستش و بخیه، حتی سرشون شکسته شده که حتی سر اون رو بخیه نکرده بودن و اون رو همون وضعیت زیر بغلش 2 نفر گرفته بودن به سالن ملاقات می آوردن. این برخوردی بوده که جانیان اسلامی با زندانیان سیاسی کردن. در حال حاضر جدیدترین اخباری که هستش این است که یکی از زندانیان سیاسی، حسین رونقی، که از کلیش کلن مشکل داره و نمیتونسته به قول معروف خودش رو
چجوری براتون عرض کنم، یعنی شرایط خیلی بدی در داخل زندان داشته، ایشون رو شاهنگاه روز سه‌شنبه به بهداری اوین منتقلش کردن. حسین رونقی ملکی درد کلیه خیلی شدیدی داره و ایشون رو شدیداً شکنجه کردن، حتی از تزریق دارو و مسکن به ایشون جلوگیری کردن و اجازه ندادن که وضعیت ایشون در وضعیت خیلی بدی هستش. علاوه بر ایشون زندانیان سیاسی که هستن که وضعیت بسیار خیلی بدی دارن و من از همینجا از همه میخوام که فراخوان میدم که با اتحاد خودشون، با همبستگی با خانواده زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین، در مقابل کاخهای ریاست جمهوری، هرچند که میدونم این کاخ ریاست جمهوری هیچ فایده ای نداره چون هیچ کاری رو انجام نمیده، ولی در تجمع اونجا حجوم به عمل برسونین و اعتراض خودتون نشون بدید و همین اعتراض شما باعث شد که عقب نشینی کنن و رئیس زندان ها آقای اسماعیلی رو برکنارش کنن. درست البته برکنار کردن و یه شغل بالاتر بهش دادن، این کار جمهوری اسلامی، این شیوه جمهوری اسلامیه و جز اون چیز دیگه ای وجود نداره. من از همه میخوام که همبستگی خودشون اعلام بکنن. مرسی از وقتی که به من دادید. متشکرم، خیلی ممنون. بله، نفس این که اسماعیل رو برکنار کردن یعنی غلط کردیم. حالا هر پستی بدن اون پست فعلا فرمایشیه، یعنی غلط کردیم، یعنی استیصالشون. و صحبتهایی که خبرهایی که علی رضا رشیدی اینجا دادن، اما خواستای فوری ما چیه؟ خب روشن، اولین خواست ما زندانی سیاسی آزاد باید کرده بدون قید شرط و این خواست رو باید همه جا بنویسیم، همراه خانواده ها باشیم. دوستان مختلف اومدن اینجا گفتن به تجمعاتشون بپیوندیم، به تو صفحات فیسبوکی به اعتراضاتی که به راه افتاده به پیوندیم، اول می شعار همه جا تنیم بیاندازه، عکس اینا رو همه جا بزنیم. کانال جدید بفرمایید. سلام میکنم. من خواستم بگم که این حکومت ایران دیگه داره نفسهای آخرش رو میکشه و دیگه به 11 اردیبهشت داریم نزدیک میشینیم. میخواستم بگم به جوانای ایران، جوانک داره این مال منال بابات هم تموم میشه، باید فکر فردا باشی، پس چه بهتر همین 11 اردیبه شرکت کنیم. اما میخواستم بگم که وضعیت اقتصاد ایران بدتر و بدتر از این هم خواهد شد. در قدیم مردم به خاطر گران شدن قند مغازه ها تعطیل میکردن، اعتراض میکردن، و اما از الان میخوام بگم که بهترین فرصت از غنیمت همین 11 اردیبه شد. از تمام کسانی که به خاطر قانون قضای بی حساب کتاب ایران جریه دار و بیابون شدن، پرونده دار شدن، از تمام کسانی که به خاطر فشار اقتصادی و فرار از مشکلات اجتماعی معتاد شدن، از تمام گرسنگان، ستمدیده ها و کسانی که آزادی بی قید و شرط میخواهند، از تمام کسانی که از آخوندها متنفر هستند و کشورشان را دوست دارند، از تمام بیکاران، مجردین، جامعه معتادین، خانمهای مطلقه و تمام کسانی که امیدی به آینده ندارند، از طرفداران موسوی و کروبی، از تمام سران نظام که از سیاست‌های نابجا و غلط خامنه‌ای به ستو آمدند، همه مردم ایران با تمام اتحاد و قدرت بی‌نظیر و متعادلانی 11 اردیبهشت میدان انقلاب تهران دعوت به عمل می‌آید. متشکر از برنامه خوبتان. متشکرم، ممنون. بله، روز جهانی کارگر، روز اعتراض علیه قوانین ارتجای اسلامی، اعتراض علیه بساط قوه قضاییه و که قوه جنایت جمهوری اسلامی، ماشین سرکوب جنایت جمهوری اسلامی، و همتون علیه بیهوق زن، علیه فقر، فلاکر و همه اینها. و منتها یه چیزو بگم که نمیدونم کروبی و موسوی و داردستهای در اون حکومت، اینو همه بالاخره یه امرشون یه چیزیه، اونم حفظ این نظامه. بیانیهاشون هم دیدیم، بازگشت به دوران خمینی و نمیدونم قانون اساسی جمهوری اسلامی. بنابراین یک مسئله روشن باید باشه که ما کلیت جمهوری اسلامی نمیخوایم. و من در ادامه صحبت این دوست عزیز میخوام بگم همه کسانی که جونشون به لبشون رسید از جمهوری اسلامی، از این جهنم، همه ما
به کلیت این حکومت رو با قوانینش و با دستگاه قضاییش و با بندوبستاش و زندانش و کل موجودیتش نمیخوایم، باید به اعتراض برخیزیم. و یکی از این روزهای اعتراض هم طبعا روز جهانی کارگر است. کانال جدید بفرمایید. سلام علیکم. سلام. بله بفرمایید. بله میخواستم خانم دانشوار صحبت. بله شما رو خط هستید بفرمایید. سلام خانم دانشوار، حال شما خوبه؟ متشکرم. من یکی از بچه زندان کریتگ هستم. بله. از کسی که زندان کریتگ هم خانم دانشوار همه جمع نشده شده سروش سال یازده کریتگ. بله. من پشتتونم دارم، در خدمت شما هم هستم، همیشه هم دوستتون داشتم، همیشه هم کانالتون هم نگاه میکنم، همیشه هم صحبتتون هم گوش میدم خانم دانشجو، خیلی هم دوستتون دارم، پشتتون هم دارم، حواستون هم دارم، دمتون هم گرم، دستتون هم درد نکنه با این صحبتتون. خداحافظ شما. متشکرم، زنده باشید. بله قطع کردن به حال از زندانیان کهریزک جمهوری اسلامی بودن. و شما دوست عزیز، شما و دوستانتون، شما که عزیزی رو در زندان دارید، شما که عزیزانتون در خطر اعدام هستن، شما که آزادی میخواید، شما جوانا، شما زنا، شما همه بخش جامعه، روز جهانی کارگر روز اعتراض شماست. و یکی از شعارهای مهمی که در این روز باید تنین بیاندازه همه جا، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. همین الان با توجه به مسئله که در زندان به وجود اومده، مسئله برای ما عاجله، فوریه، یه سنگر مهمه. و اینا رو میبینیم چه جوری گوشه دیوارشون کردیم، چگونه به وحشتشون انداختیم. بنابراین فرصت رو از دست ندیم، کنار خانواده های زندانیان سیاسی بیستیم، اونا رو تو اعتراضاتشون همراهی کنیم، تو صفحات فیسبوک آخرین اخبارها مربوط به زندانها و وضعیت زندانیان سیاسی رو رد بدل کنیم، فراخوان به تجمع و اعتراض بدیم، عکس‌های اینا رو همه جا پخش کنیم. زندانیانی که به بندهای انفرادی منتقل شدن در 350 رفتن، منتقل شدن به بند 240، زندانیان که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن فوراً باید بازگردانده بشن و تحت مداوا و درمان پزشکی قرار بگیرن. عاملین و آمرین این حمله وحشیانه باید به مردم با چهره و تصویرشون معرفی بشن، که یکی از اونا اسماعیلیه، یکی از اونا خدابخشیه، یکی از اونا رونقیه و رأس اینا هم دولت روحانی و رأسشون هم خامنه‌ایه و اینا باید محاکمه بشن. تو این حمله همطور که دوست عزیزی گفتم، من خودم هم زندانی بودم، وسایل زندانیا رو داغان کردن، لباساشون رو تکه پاره کردن، وسایلشون رو شکوندن و جنون‌آمیز حمله کردن و باید این خسارت به خانواده های اونا و به این زندانیان باز پرداخت بشه. کانال جدید بفرمایید. سلام شهلا دانشوار عزیز، با خسته نباشید به شما و همه کارکنان کانال جدید. منم میخوام از اینجا صحبت بکنم و بگم حکومت مذهبی نمیخوایم، نمیخوایم حکومت ضد زن، نمیخوایم، نمیخوایم. این حکومت واقعا ننگ تاریخ بشریت، این ننگ رو باید از دامن مردم تو ایران پاک کرد و سرنوشت مردم رو تو ایران به دست خود مردم سپرد. در ادامه مبارزه که برای آزادی زندانیان سیاسی و همینطور علیه حمله مزدوران رژیم جمهوری اسلامی به بند 350 زندان اوین، ما هم اعلام میکنیم همزمان با خیلی از کسایی که در کشورهای مختلف و شهرهای دیگه هستن، میخوایم تظاهراتی داریم روز شنبه 26 آوریل در مرکز شهر فرانکفورت. میخواییم در کنار خانواده های زندانی خودمون احساس بکنیم، در کنار اونا هستیم، علیه این حکومت ترور خفقان و وحشی می جنگیم و صدای اعتراض مردم ایران، صدای خانواده های زندانیان سیاسی هستیم ما. و از همه کسانی که صدای من رو میشنون دعوت میکنم، از همه انسان های آزادی خواه، از همه احزاب و سازمان ها،
سازمان های سیاسی و هر کسی که صدای منو میشنوه دعوت میکنم در هر کجای دنیا که هستیم این صدای اعتراض رو بلند بکنیم، در کنار خانواده زندانیان سیاسی باشیم، زندانی های سیاسی رو تنها نذاریم و پا به پای خانواده ها و حتی صدامون باید خیلی رساتر و بلندتر از خانواده های زندانیان سیاسی در خارج کشور باشه و خارج کشور رو رو سر جمهوری اسلامی باید خراب کرد به خاطر این حمله وحشیانی که توی زندان سر زندانی های سیاسی ها برده. تا همین الانش هم بگم انعکاس خیلی خیلی وسیعی داشته این مسئله در بین خود در خارج کشور و مردم. الان فراخانی که برای روز شنبه فرستادم با استقبال خیلی زیادی روبرو شده از طرف جامعه آلمانی و از طرف ایرانیایی که در اینجا هستن. امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستیم بتونیم این صدای اعتراض رو بلند و بلندتر بکنیم و بگیم با صدای بلند بگیم جمهوری اسلامی باید گورش رو گم کنه بره. جمهوری اسلامی هیچ ربطی به مردم و انسان متمدن قرن 21 نداره، اینا ننگ تاریخ بشریت هستن. روز شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر در مرکز شهر فرانکفورت هستیم ما. با تشکر فراوان از وقتی که به من دادی خانم دانشور. بله متشکرم از پیام پرشور شما شهناز مرتب و از تلاش های پرشور شما متشکرم. خواهش. بله شنبه 4 تا 6 بعد از ظهر در مرکز فرانکفورت در هم بستگی با زندانیان سیاسی. در استکهلم هم ما تجمع و پیکت اعتراضی داریم، امیدوارم دوستان بیان اعلام بکنم. در گوتنبرگ سوئد همینجور، در تورنتو همینجور و ما تلاش میکنیم صدای زندانیان سیاسی و صدای خانواده های اونا تو سطح بین المللی باشیم و به قول دوستان این حمله وحشیانه، این سرکوبگری، این ماشین جنایت و سرکوب باید هزینه سنگینی برای اینا بپردازه و خود این میبینیم که همونطور که گفتم مثل سال 60 نیست که جمهوری اسلامی بتونه بیاد و اینجا رجزخوانی کنه. حمله کردی خوردی، میبینیم خانواده ها چطور جواب تو دادن، میبینیم که چطور تو سطح جهانی موج از اعتراض رو داره شکل میگیره و ما اینو شکل میدیم. ما قول میدیم به شما، ما و همه کسانی که علیه جمهوری اسلامی داریم مبارزه میکنیم در خارج کشور. کانال جدید بفرمایید. درود بر شما خانم دانشور. سلام میکنم. درود بر هموطن عزیز. متشکرم. بفرمایید. حمله به زندانیان سیاسی، من فکر کنم که مردم در روز 11 اردیبهشت به سختی و با فاصله خیلی در خیابان‌های تهران پاسخ خواهند داد. رژیم جمهوری اسلامی 35 ساله که با غارت و جنایت در کشور ایران مشغوله و به نظر من 11 اردیبهشت مردم تصمیم قطعی خودشون رو میگیرن و به خیابان ها میان. اگر 35 سال دیگه هم این رژیم در ایران باقی بمونه هیچ نقشه، هیچ طرحی برای آبادی کشور ایران، برای بهبود وضعیت زندگی مردم نداره. مردم باید بدونن که از الان تا 35 سال آینده اینا فقط به فکر دزدی بیشتر فروش سرمایه‌های ملی و محصول دستمزد کارگرها و زحمتکشان هستن. سهم مردم ایران از اقتصاد فقط دو شونه تخم مرغ و دو قالب پنیر و یک قوطی روغنه. مردم، رژیم جمهوری اسلامی هیچ نقشه، هیچ آینده برای بچه‌های شما در نظر نگرفته. اصلا قرار نیست کشور ایران روزی ساخته بشه، بعد زندگی بشه. کشور ایران تمام سرمایه‌اش خرج تروریسم داخل کشورهای مختلف منطقه با منظور بست و قدرت توطئه آخوندی صورت گرفته. اینا برای بقای رژیمشون فقط پولا رو خرج می‌کنن. به فکر شما نیستن. از امروز تا هر روز دیگه هیچ راهی وجود نداره که به خیابون‌ها بیان. هیچ راهی وجود نداره. دست آخر باید تو خیابان‌ها آمد و حکومت رو تو خود خیابان‌ها تشکیل داد. باید بیاد خیابان‌ها رو تصفیه کنن. هیچ هزینه‌ای برای شما نداره. اگر روز 11 اردیبهشت بن میدون انقلاب اونجا فقط حضور پیدا کنه. هیچ هزینه‌ای برای شما نداره. ولی اگر نیاین در روز 12 اردیبهشت باز هم تورم خواهد بود. باز هم جیبای شما خالی‌تر خواهد بود. باز هم اجاره مسکن نخواهید داشت که پرداخت کنید. باز هم مشکل بیکاریه. چند میلیون نفری که توی تهران بیکار هستید. هیچ هزینه برای شما نداره. روز 11 اردیبهشت بن میدون انقلاب. میلیون‌ها نفر بیکار داخل تهران وجود داره. برای آزادی خودتون یه تلاشی بکنید. یه کاری باید انجام داد. مطمئن باشید اگر هیچ تکونی از جانب مردم انجام نشه هیچ وقت اینا این جمهوری اسلامی تعویض نمیشه، عوض نمیشه، چون این بهترین رژیم برای قارت اموال مردم ایران، برای سرکوب مردم ایرانه. هیچ کس به فکر شما نیست. اگر بیکار هستی، اگر نیاز به کار داری، اگر معترض هستی، باید به روز 11 اردیبهشت باید به اعتراض خودت نشون بدی، فقط به حضور پیدا کن. هیچ کس نمیتونه از ایران بگه که شما اومدی داخل میدان انقلاب. بیاید خیابان ها و خیابان ها رو تشخیر کنید.
این آخرین راهه، هیچ راهی وجود نداره و هیچ نجات دهنده‌ای وجود نداره. من امیدوار هستم که جوانان دانشجویان انقلابی خبررسانی کنن، به همه اطلاع بدن که روز 11 اردیبهشت روز اعتراضه، روز تسخیر خیابان هاست، روز به خاک سپاری جمهوری اسلامیه. من خواهش میکنم خبررسانی کنن، همه اطلاع بدن. ممکن خیلی کسانی باشن بخوانن ولی اطلاع ندارن. و خیلی تشکر کنم اگه با من کار نداریم. متشکرم، خیلی ممنون. بله، این جامعه که داره سازمان میده به خودشو میره به استقبال روزهای مهمی چون روز جهانی کارگر. کانال جدید بفرمایید. سلام مادرم، خواستم اینو بگم این جمهوری اسلامی غلط کردن واسه هفت پشتش مست نیست، باید گفته خوردن مای غلط کردن سبک جمهوری اسلامی تاکتیکشه، بگه غلط کردم پس بکشه تا مردم یکم سکوت کنن، ولی مردم گول این سکوت این پس کشیدن و عقب نشینی جمهوری اسلامی رو نخورید. صداتون الان باید بلند بشه، الان باید طغیان کنید، الان باید هجوم بیارید و صداتون رو به تمام جهان برسونید. بعدش خانم دانشوار یه پیشنهاد دارم، خواهش میکنم روز 11 اردیبهشت برنامه زنده داشته باشید از صبح، برنامه حمایت کنید ما رو. بله، داخل ایرانه. متشکرم، امری ندارید. خیلی ممنون، درود به شما. بله، این عقب نشینی رو خود طبعا مردم گولشو نمیخوان، ولی مردم قدرت خودشونو میبینن و این میشه سکوپرشی برای تصرف سنگرهای بعدی. روز 11 اردیبهشت وسیعاً بیایم به خیابونا. کانال جدید بفرمایید. الو، خانم دانشور. بله، سلام میکنم، بفرمایید. خانم دانشور خودتی؟ بله، خواهش میکنم صحبت کنید. الو؟ بله، صحبت کنید لطفا. خانم دانشور، من یه خود آزار میدارم، مریضم هستم. بله. و ست حرفایی که من میدنم صداتون، آره صداتون من بشنوم. بفرمایید. اگرم توبوخ توی حرفان باشه ببخشید، چون مریض احوال هستم. بله، خواهش میکنم، آزار میم دارم. بله بله، خوش آمدید. خانم بله. دانشور سلام. سلام به شما، بفرمایید. سلام به تو مبارک. متشکرم. سلام به تو شیر زن مبارک. درود به شما. منم هنگ جگرخوار، من اون هنگ جگرخوارم، منم آتش زیر خاکستر، من اون سوسن وحشی هستم که به ویرانه می روید. بله. پرام به خانواده زندانیان اوین هست. بله. چرا اینقدر، چرا اینقدر خونسرد، چرا اینقدر بی‌تفاوت جوان مردان را در زندان اوین تکه تکه کردن، دست پایشان را شکستن. بله. توی عکس، توی عکس که مثل مجسمه وایستادین. بله. چند تا عکس زندانیان دستتون گرفتین، اکتفا کردین، فقط برای چند تا عکس زندانی را در دست گرفتین. بله. چرا قردش؟ بله، ادامه بدید. الو؟ 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 بله. الو؟ متاسفم صدای این مادر عزیز قطع شد، ولی خشم و اعتراضشون رو شنیدید. کانال جدید بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام به شما، متشکرم، بفرمایید. خیلی ممنون، درود به شما، بفرمایید. صحبت شما چیه، بفرمایید. خدمت عرض کنم، اولا که خیلی تشکر میکنم از حزب کمونیست کارگری، از کانال جدید، از تک تک شما که در خارج صدای این عزیزان شدین، صدای زندانیان سیاسی شدین. اینها هیچ صدایی ندارن، حتی صداشون تو زندان هم جمهوری اسلامی میخواست خفه بکنه، اما متاسفانه خوشبختانه شما نگذاشتین و این عزیزان صدایی داشتن که صداشون به گوش دنیا برسه. دومن امروز لاریجانی اعلام کرد که ما دیگه با هیچ کس مصالحه نمی کنیم، هر کس نقش اکاذیب کنه، هر کس با کانالهای خارج از کشور تماس میگیره، هر کس اطلاعاتی بده، با هیچ کس مصالحه نمی کنیم، سرنگونش بکنیم. من خواستم به لاریجانی هم بگم شما 35 سال سرنگون کردید، هیچ غلطی نتونستین بکنین، حتی تو زندان نتونستین جلو زندانی بگیرین. زندانی که چند سال در بند زندانی خودتون است بازم بهش حمله کردین، اما هیچ غلطی نتونستین بکنین و عقب نشینی کردین. بعد سپاه محمد رسول الله اعلام کرده که ما از روز جمعه که بنزین گرون میشه میخوایم 10,000 نفر نیروی نظامی بفرستیم تو خیابون برای مانور، نمایش داریم. اینها
ضعفشون رو داره نشون میده. اینا قدرت مردم میترسه. ما روز جانی کارگر اول ماه می برابر با 11 اردیبهشت می تو خیابون هیچ غلطی نمیتونن بکنن. سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، بسیج همه تونن بیان. چرا میرن تو زندان به زندانی ها عمل میکنن؟ اگه راستگان بیان تو خیابون اونجا ما دست ملوازه اونجا جوابشون رو میدید. بعد برن زندانی که چند سال تو زندانه اونجا تونر وحشت درست کنن کتکشون بزنن. اگه مردان بیان تو خیابون چنان تونر وحشتی برن درست بکنیم که یه هیچ وقت یادتون نره. اگر اونا بنزین ماشین های ما رو گرون میکنن ما ماشین جنایت اونا رو برای همیشه خاموش میکنیم. باید 11 اردیبهشت همه تو خیابون باشن. ما هیچ چی دیگه نداریم از دست بدیم. از هیچ چی جمهوری اسلامی هم نمیترسیم. نه از پلیسش میترسیم، نه از باطلش میترسیم، نه از گلولاش میترسیم. و اگر ملت ایران سیل خروشان ملت ایران حرکت بکنه همه چیز رو با خودش شفت خواهد شفت بر و هیچ کسی هر صد جلوش رو بکنن اون صد رو نابود خواهد کرد و هیچ کس جلو جمهوری اسلامی نمیتونه بایسه، جلو ملت نمیتونه بایسه. فقط عزم راسخ ملت ایران میخواد که 11 اردیبهشت بیا خیابون. اگر ملت معترض بشن جمهوری اسلامی رفتنیه و خواهد رفت. دخلی نمی کنه. متشکرم. درود به شما دوستان. و این پیام ها، این صحبت ها داره نشون میده که جامعه چه حال و هوایی داره. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشور. سلام خانم دانشور. من حتم بد شد. بله بله ببخشید شرمنده هم. ادامه بدید بفرمایید. حتم بد شد. تقاضا دارم خانم دانشور. بله ادامه بدید. بله قربونو تو برم. مبارزه شیرین زن. زنده باشید. داشتم میگفتم. بله داشتم میگفتم. از اول بگم؟ نه خیر، صحبت شما رو داشتیم، ادامه بدید. آره، مثل مجسمه وایستادیم، فقط چند تا عکس زندانی در دست گرفتیم. چرا خوردش نمی کنید؟ چرا شوریش نمی کنید؟ بروید فیلم گرسنه ساخته بابیسانز رو پیدا کنید، تماشا کنید، سیگرخون می شوید. چون این صحنه تجاوز به حریم زندانیان اوین را نشان می دهد. این زندانی ها الان گرسنه، تشنه، با تن کوبیده، بدون دارو در دند ناله می کنن. تلویزیونشون رو شکستن که تنها در خوشی اینا هست. راه اون دیگرشون بشکنه. اون وقت یک نامه جمهور می دنید و دیرتون خوش هست پیرسیدگی می کنن. حیحات ملت ملت در اون خرابه را بشکنید. منم با شما هستم، میان شما میام، ندبام نگذارم، میروم پیش خدا شکایت. بله براش بگودم، براش میگودم. بله این مسئولین تحمیلی جمهوری اسلامی که میگودم برای تو مدعن دروغه. زندانیان سیاسی در بند راست بودند که برای تو ای خدا زنده هستند. برای محرومین زنده هستم، برای اهداف تو خدای مهربان عادل زنده هستم. این محرومین به تو دروغ میگویند که برای تو مرده هست. آن مردم دقل بازدان واسه این که عمل ننگین خود را توصیح کنن برای زندانه های اتاق 350 دستیسی درست کردن. به این معنا که در اتاقشون موبایل سیم کارت و شماره به ماهواره پیدا کردن. آخه یکی نیست بگوید به این دقل کاران بگوید از کجا آورده ان. شماها که لای کاغذ و سوراخ سنبه را میگردیم به گندشه گفتن میناره خانم دانشمند میخواد اینجا واژه بد به کار بدارم. بله دوستان زیادی رو خیلی ممنونم مادر عزیز. بله خوشه چیزی بگیم به گندشه دقل کاران دروغ جست میاره، انسانیت را برمیداره. بله. این شرف ها متشکرم مادر عزیز. ببخشید دوستان زیادی رو خط هستن. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. دیگه ببین داره بله. تمام میشه. بله داره تمام میشه. بفرمایید. حیف اسم حیوان روی شما ها گذاشت. همتای تو هم توی اتوبان ها زبان ها را میگیرن که یه چیزی گیرشون بیاد. وقتی مقاومت جوان ها را میبینن خنجر، چاقو، مواد مخدر به ماشینشون گذارن و گزارش کسب قاضی میدهن. بله درست نو کداد زهنمی ها تا چه
شما ها از آب جلال داره ماهی میگیره، شما ترق داشته زنانی ها سیاسی نبزنید، خدا ایشالا نیست نابوتتون کنه، خدا کتو پارتون بکنه، متشکرم. خدا نابوتتون خرابه. متشکرم مادر عزیز، متشکرم. زنده باشید، درود به شما، روتونو میبوسم. متشکرم مادر عزیز و از این همه خشم. کانال جدید بفرمایید. الو، سلام. سلام به شما، بفرمایید. خسته نباشید. با تشکر از حضور شما و تلاشتون برای داشتن جامعه انسانی و آزاد، متشکرم. حرکت وحشیانه اوباش اسلامی رو به عزیزان زندانی شدیداً محکوم میکنم و به عنوان فردی که حکومت کثیف اسلامی یکی از عزیزان من رو اعدام کرده، لازمه که در این شرایط خانواده ها رو تنها نذاریم و به هر شکل ممکن اعتراض کنیم. از حضور در کنار خانواده ها، تماس با تیوی، شعار نویسی، نوشتن مطلب و حمایت از حرکت خانواده های زندانی در فیسبوک و هر شکل ممکن با جلوی این جنایت ایستاد. زمانی عزیزان ما رو اعدام کردن که تاکید میکردن، تعهد میگرفتن که حق برگزاری هیچ مراسمی ندارین، نمیتونین گریه بکنین و بحثای دیگه، ولی الان به محض اینکه کوچکترین اتفاقی توی زندان بیفته وسیعاً خبرش در همه جا پخش میشه. باید جلوی در این تعرض وحشیانه جانورای اسلامی ایستاد، باید جواب این وحشیگری ها رو داد و لازمه که خانواده ها متحد باشن، تمام خانواده ها که از قبل زندانی داشتن یا عزیزانشون رو از دست دادن و سایر مردم باید بیان حمایت بکنن. در واقع زندانی سیاسی کسی نیست جز ما مردم، عزیزان ما، کارگر، معلم، نویسنده، دانشجو، تمام افرادی که به خاطر زندگی بهتر، به خاطر شرایط انسانی توی زندان هستن و لازمه که حمایت کرد. ممنون، متشکرم. تشکر از شما و برنامه خوبتون. ننگ بر جمهوری اسلامی. بله دقیقاً، و متشکرم از صحبت‌های خوب و نکات خوبی که دادید. اتحاد خانواده‌ها، همبستگی با خانواده‌های زندانیان سیاسی و به هر شکلی که میتونیم این رو میسته یک کارزار فوری استراری تو دستورمون بذاریم، حمایت کنیم از این خانواده، حمایت کنیم از زندانیان سیاسی و به این شکل این خاص رو سراسری دورش جمع بشیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردن و در این حال فشار رو روی این زندانیان برداریم، نگذاریم که اینها با مجبور بشن با اعتصاب قضا بیشتر از این زیر فشار قرار بگیرن. به اونا اطمینان بدیم که ما مردم پشت اونها هستیم، ما مردم حمایت میکنیم، ما مردم صدای اعتراض اونها هستیم و یکی از اون روزهای اعتراض ما روز جهانی کارگر هستش. کانال جدید بفرمایید. بله لطفا صحبت کنید. شهلا دانشور هستم، بفرمایید. من میخوام اینا همشون نیروهای انتظامی اتفاق آثاره شروعشون در آورده از وقت مردم زن ایران و همه چون زنانش رو بیچاری کردن، همه چون را خلاف کشیدن، اینا هیچ کاری نمی کنن، هیچ کاری نمی کنن، عمرشون کم مونده انشالله. بله دقیقا، خیلی ممنون. شما در رابطه با خانواده‌های زندانیان سیاسی پیام همبستگی حمایت یک نکته دارید بفرمایید. من فقط میگم روز یازدهم چون همه تو خیابونا میرن میگه. بله ولی انشالله اینجون رو سرنگون خواهیم کرد. زنده باشید، متشکرم. بله همه مردم یک حرف دارن، این رژیم باید سرنگون بشه و یازده اردیبهشت یکی از این روزهای مهمه که همه مردم میبینید، از کارگر، از معلم، از پرستار، از زن، مرد، بچه، جوان، بازنشسته، اون که میخواد اعدام نباشه، اون که عزیزش تو زندانه، اون که به هر گوشه ای از این توخش سرمایه‌داری و جامعه‌ای که جمهوری اسلامی جهنم که جمهوری اسلامی ساخته اعتراض داریم. خب چه روز بهتر از روز جمهوری اسلامی؟
جهانی کارگر که بیایم ما اعتراض خودمون رو اعلام کنیم. کانال جدید بفرمایید. السلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید. خانم دانشجو؟ بله، سلام میکنم، بفرمایید. صحبت کنید لطفا، تلویزیونتون رو کم کنید، صحبت کنید. بله قطع شدش متاسفانه، مشکل داشتن. امیدوارم دوست عزیز ما دوباره تماس بگیرن و بیان صحبت بکنن. به هر حال اینجا جاییه که ما صف اعتراض علیه توخش جمهوری اسلامی و حمله جنایتکارانشون به زندانیان سیاسی رو سازمان میدیم. اینجا جاییه که ما دور شعار مهم زندانی سیاسی آزاد باید گردد جمع میشیم. اینجا جای خودمون آماده میکنیم برای مناسبت های مثل روز جهانی کارگر، روز اعتراض سراسری برای آزادی، برای برابری و برای زندگی انسانی. کانال جدید بفرمایید. الو. بله سلام میکنم، بفرمایید. الو خانم دانشور. بله سلام، بفرمایید. الو. بفرمایید لطفا. الو. لطفا صحبت کنید. بله قطع شدن متاسفانه. دوست عزیز تو هم فاصله که الان می کردید شاید صحبت اگر کرده بودید میتونست حرفتون رو بزنید، اگرچه قطع شد میدونم مشکل تلفن داشتید. برقال اینم بخشی از مشکل هستش. و تا همینجا دوستان مختلف اومدن پیام های پرشوری دادن برای روز جهانی کارگر، پیام های پرشوری دادن در حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و در حمایت از زندانیان سیاسی. و حرف همه یکی بود، اینکه باید از شر جمهوری اسلامی نجات پیدا کرد، از شر کلیت این حکومت، از شر قوه قضاییش، قوانینش، دم و دستگاهش، دم و دستگاه مذهبش، صنعتش، هر چی که داره از کل بساطش باید جامعه رو نجات داد و رها کردش. و سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی همین، یعنی اینکه تمام نیروهای سرکوبش باید خلیت بشن، یعنی اینکه تمام قوانینش باید به دور انداخته بشه، یعنی تمام بساط زندانش و شکنجهش و اینا همه باید متلاشی بشه، یعنی اینکه تک تکشون باید محاکمه بشن، یعنی که همشون، همه بخشای حکومت یک جا بر کنار بشن و به جای اون وقت برای اینکه این دیکتاتوری، این بدبختی، این فلاکت بر نگرده، جامعه دست خود ما مردم باشه. به دست خودمون این رژیم رو سرنگون کنیم و جامعه رو به دست خودمون داشته باشیم، با شوراهامون حکومت رو داشته باشیم، قوانین خودمون رو جاری کنیم، خودمون قانون گذار باشیم، خودمون مجری باشیم و خودمون امور جامعه رو به جلو ببریم. این تنها راه پیروزی و رهایی از زندان و شکنجه و اعدام و فقر و فلاکت و بی‌حرمتی و نابرابری و تبعیضه. این تنها راهش هستش. و دوستان مختلف خب طبعا اینجا صحبت کردن در مورد روز جهانی کارگر گفتن و همین دلیل منم هم از این فرصت میخوام استفاده کنم، از همین الان به تدارک این روز بریم. همینجور که میاد تو کانال جدید اینجا صحبت میکنید و فراخوان میدید، همونطور تو جمعاتون، تو محله، تو کارخونه، در میان دوستانتون، در میان اقوامتون همین بحثا رو بکنید و واقعا با اسمس به هر شکلی شده خبررسانی کنید، اطلاع رسانی کنید، قرارمدار این روز رو بذارید در تمام شهرها، در همه جا و فضای این روز رو بسازید. از همین الان بیانیه ها رو بنویسیم، از همین الان قطعنامه ها، همه این خواستایی که چه جامعه میخواییم، همه این خواستامون رو بنویسیم به عنوان قطعنامه های روز جهانی کارگر. و از همین الان در دیوار پر از شعار بکنیم زنده باد روز جهانی کارگر، روز جهانی کارگر خیابان اذان ماست، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و به این شکل به استقبال این روز مهم بریم. جمهوری اسلامی وحشت زده است از این روز، وحشت زده است از مبارزات مردم. همین الان دوست عزیزمون گفتن که بنزین گرون میشه، گفتن که 100,000 نیروی انتظامی میریزن تو خیابونا. خب میخواد چه بکنن؟ 100,000 رو تو تمام ایران بریزن و در مقابل جمعیت میلیونی مردم این 100,000 چه میتونن بکنن؟ اگه مردم از حق و حقوقشون دفاع کنن، اگه مردم
کوتاه نیان که نمیان. فضایی که الان میبینید حمله میکنن به زندان و میبینید زندانی چطوری وایستاده و میبینید خانواده زندانی چطوری ایستاده. و اینا همه در واقع از استیصالشونه. مگر دور اول هدف من کردن یارانه ها همین حرفا رو نزدن، مانور ناجاشون رو راه انداختن، نیروی انتظامی ریختن به خیابون، طرحهای حجاب عفافشون هم راه انداختن، همه اینا به خاطر میخواستن بنزین رو گرون کنن، آب رو گرون کنن، برق رو گرون کنن تو سال 91. مگر این کارا رو نکردن؟ ولی آخرش کارشون به کجا رسید؟ آخرش مجبور شدن یارانه های نقدی، همون چند درخواست یارانه نقدی رو بپردازن و بالاخره مجبورشن وسط راه ترشون رو متوقف کنن و خودشون موندن و خزانه خالیشون. الانم همینه، الانم موندن، میگن 73 میلیون ثبت نام کردن، میگن که نمیدونم، خب حتی اگر قیمت هارم گرون بکنن باز پول کافی ندارم برای پرداخت همین یارانه های نقدشون. من میگم تر از همین ابتدا شکست خورده است و ما باید اینو با جواب قاطعی به این مسئله بدیم، با نپرداختن قبض ها، با ایستادن در مقابل گرانی ها، در مقابل گران شدن بنزین. دوستمون خیلی نکته جالبی گفت، گفت اینا بنزین ماشین های ما رو گران میکنن، ما ماشین سرکوب جنایتشون از کار میندازیم. دقیقا جامعه به اینجا رسیده و خود جمهوری اسلامی میدونه، خود جمهوری اسلامی وحشتش از همینه. به خاطر همینه که به کارگر زندانی حمله میکنه، به زندانی سیاسی حمله میکنه، نمیدونم فعال کارگری رو قبل از اول می احضار میکنه، تهدید میکنه، بازداشت میکنه. همه اینا به خاطر اینکه میخواد برای خودش فرصت بخره، میخواد جامعه رو عقب بزنه. ولی که حریف این مردم نمیشه. میبینه همون کارگری که زندانش کرده پیام میده از درون زندان به مناسبت روز جهانی کارگر. همین الان پیام شاهرخ زمانی رو از زندان داریم به مناسبت روز جهانی کارگر، پیام واحد سیده یوسف آبخرآباد محمد مولانایی از زندان مهاباد رو داریم به مناسبت روز جهانی کارگر. و ما هر ساله شما میبینید که زندانیان سیاسی از درون زندان پیام های دست جمعی میدن و این روز رو گرامی میدارن. این وضعیت جمهوری اسلامیه. یکی از دوستان تو صحبتش گفت، گفت الان اگه بگن یا سبد کالای مردم میریزن ولی مردم تو اعتراض شرکت نمی کنن. میخوام بگم خود اون که مردم هم میریزن تو سبد برای گرفتن سبد کالای، خود اون یک نوع اعتراضه. خود این که مردم اینجوری کوتاه نمیان از یاران چندرغاز یارانای کتمت میده، یعنی اعتراض. برای اینکه مردم میدونن اینا بخش از همون دستمزدشونه که این جمهوری اسلامی تو جیبش زده و داره قلدری میکنه و بهشون نمیده. کانال جدید بفرمایید. سلام بشادور با شما. خیلی دستم هم کرج هم دارم هنو هست هنو شهر من شما هم چه کارا بود میکاری گرونیه دستمزد پایینه. بله متاسفانه قطع شد. متشکرم از دوستمون که اومدن صحبت کردن و اعتراض خودشون رو به سرکوب زندانیان گفتن و از بیکاری و گرونی و اینها به هر حال اعتراض کردن. این حرف همه مردمه. بله درسته، بیکاری گرونیه و در و جمهوری اسلامی برای اینکه جامعه رو به اینجا برسونه، برای اینکه فقر و فلاکت رو به جامعه تحمیل کنه، اون وقت دستگیر میکنه، اعدام میکنه، سرکوب میکنه. ولی میبینید سر مسئله اعدام همه الان یه جنبش قوی علیه اعدام تو جامعه میبینید داره شکل میگیره. نمونهش اعتراضات گسترده‌ای بود که در رابطه با اعدام ریحانه جباری بود، کمپین کارزاری که کمیته بین المللی علیه اعدام و چند نهاد دیگه اون رو اعلام کردن و میبینیم که چه انعکاس جهانی پیدا کرده و دست جمهوری اسلامی رو تو پوست گردو به طور واقعی گذاشته و گیر کردن توی ماجرا. و میبینیم که تو این کارزار از هنرمندان، از جوونا، از بخشای مختلف جامعه میان اعلام حمایت میکنن، صفحات فیسبوکی رو افتاده، نمیدونم تجمع اعلام میکنن و همه اینا. بنابراین شما میبینید که یک جنگ به طور واقعی و مردم تو این جنگ
علیه ماشین سرکوب جنایت جمهوری اسلامی ایستادن و دارن در این حال از زندگی و معیشتشون دفاع میکنن. این جامعه که وجود داره و این دوستمون در واقع داشتن به نوعی از این مسئله صحبت میکردن که متاسفانه صداشون قطع شد. در حال دوستان زنگ بزنید و صحبت کنید، نیم ساعتی از برنامه باقی مونده. برنامه در رابطه با در حمایت از زندانیان سیاسی هستش. خواستای فوری ما همین الان اینه که خب فوری‌ترین و اولین خواستمون همراه با زندانیان سیاسی همه اعلام میکنیم، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. این خواست فوری ماست، این رو همه جا بنویسید، تو تلفن ها اسمس کنید، به هر تعداد تلفنی که دارید این رو بفرستید، تو اول ماهنامه این رو وسیعا فریاد بزنید، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. کانال جدید بفرمایید. خسته نباشید. ما حمله به زندانیان سیاسی رو در روز 11 اردیبهشت به رژیم نشون خواهیم داد تو خیابان تهران. من فقط پیشنهادم اینه که لشکر میلیونی بیکارهای ایران بیان تو خیابان و بگن کار کار، این از شعار بیکار. و مردمی که نسبت به گرانی و تورم اعتراض دارن میتونن بگن بیش از 2 میلیون حق مسلم ماست. مرگ بر جمهوری اسلامی، برقرار با جمهوری دموکراتیک. متشکرم از اینکه این پیام رسانی از دانشجو خواهش می‌کنم پیام رسانی کنید. حتما پیام رسانی نقش بسیار مهمی در پیروزی این حرکت در روز 11 اردیبهشت خواهد داشت. خیلی متشکرم. بله متشکرم. بله صحبت‌های ایشون رو شنیدید. کار کار، این از شعار مردم بیکار، در حال شعاری بود که دادن. بله زندانی سیاسی آزاد باید گردد. و خواستای دیگه که نان، آزادی، کرامت انسانی، شعار زیاده، مردم خواستای زیادی دارید و روشنه. ولی مسئله اینه که این روز به هر شکلی که شده به خیابان بیایم و این روز رو به روز اعتراض خودمون تبدیل کنیم. و از همین الان معلمان به طور مثال، همین دیروز با خبر شدم که به معلمان گفتن که به جای یارانه مثلا 200,000 تومان حقوقشون اضافه میشه، ولی همون رو هم این ماه بهش قرار بود از این ماه بدن، ندادن، گفتن که بابت طلب مالیات ازشون کسر کردن. کانال جدید بفرمایید. سلام به شما، بفرمایید. الو بفرمایید. خسته نباشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. متشکرم. بله صحبت کن لطفا. قطع شد، متاسفم قطع شد. دوست عزیز ما حتما صحبت‌های زیادی برای گفتن داشتن و زحمت کشیدن و اومدن رو خط. دوباره زنگ بزنید و بیاید رو خط صحبت کنید. بله داشتم صحبت می‌کردم در مورد خواستامون و قطعنامه‌های روز جهانی کارگر، و یکی از این خواستا آزادی بدون قید شرط زندانیان سیاسی است. یکی از این خواستا آزادی بدون قید شرط کارگران زندانی از زندان هستش. همین الان بهنام ابراهیم زاده از کارگران زندانی است و فعالین رهبران شناخته شده کارگری در شمار همون زندانیانی هست که در بند 350 اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به بند انفرادی منتقل شد. و همونطور که علی رضا رشیدی همکارم اینجا گفتن آسیب جدی دیده، قبلا هم در شکنجه های جمهوری اسلامی 75 از شنوایی گوش چپش را دست داده بود و فرزندش نیما ابراهیم زاده به دلیل بیماری سرطان در مرتبان تحت درمان هستش و این جنایتکاران علی‌رغم این پدر رو در زندان نگه داشتن و الان به این وضع دارن رفتار میکنن. اما پاسخی که بهنام میده، پاسخی که زندانیان سیاسی به این رژیم میدن، اعتراض و مبارزه هستش. کوتاه نمیان، برای اینکه مبارزه خودشون رو بر حق میدونن، برای اینکه خاص اونا یک زندگی بهتر از یه زندگی انسانی هست. خاص اونا همون خاصیه که تک تک ما مردم داریم و باید بسیان از بهنام ابراهیم زاده حمایت کنیم. از شاهرخ زمانی که همین الان در زندان و اعتصاب قضا به سر میبره به خاطر فشاری که مرتباً به روی شاهرخ میارن، از این زندان به اون زندان تبعید میکنن به خاطر اینکه شاهرخ مدافع انسانیت، حتی در زندان، حتی در زندان هم شاهرخ کوتاه نمیاد، از درون زندان پیام میده، بیانیه میده، اعتراض میکنه و تسلیم نمیشه به تحقیر، به بربریت و به
فشارهایی که جمهوری اسلامی وارد میکنه و باید ازش حمایت کنیم. وضعیتش خطرناکه. محمد جرایی از کارگران زندانی است در زندان هستش. رسول بداغی از معلمان معترض است در زندان، 6 سال حکم زندان داره. عبدالرضا قنبری معلم معترضی است که در زندان و از سال 88 دستگیر شده به جرم شرکت تو تظاهرات های سال 88 و معلمی که همیشه حق حقوق خودش رو طلب کرده و برای زندگی انسانی مبارزه کرده و همینجور دیگر کارگران زندانی و همینطور دیگر زندانیان سیاسی که باز در گزارش علیرضا رشیدی اینجا تعدادی از اونا رو که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودن تو این اعتراضات و توی جریان زندان اوین اینجا تعدادشون رو اسم بردن. به هر حال میخوام بگم که خانواده ها گفتن که کوتاه نمیان. مجرمین این جنایت، یعنی دست اندرکاران این جنایت، برای مردم آشکار، مردم اونا رو میشناسن، خانواده ها اونا رو میشناسن و خانواده ها قبول ندارن این دروغ گویی ها و اینها رو، و خودشون با چشم خودشون در ملاقات ها فرزندانشون رو دیدن و همه مردم میدونن که جمهوری اسلامی یعنی چی، یعنی ماشین سرکوب و جنایت. بنابراین خانواده ها گفتن کوتاه نمی آیم و این اعتراضشون ادامه داره، ولی باید اونا رو حمایت و پشتیبانی کنیم. باید به هر شکلی که میتونیم به اونا سر بزنیم، اونا رو توی تجمعاتشون همراهی کنیم، از طریق گروه های فیسبوکی صدای اعتراضشون باشیم، اطلاع رسانی کنیم، تو کانال جدید اطلاع رسانی کنیم، به هر شکلی که هست با خانواده ها همراهی کنیم برای کم کردن فشار روی زندانیان سیاسی و برای اینکه مبارزه قویتر و قدرتمندتر رو جلو ببریم برای آزادی زندانیان سیاسی از زندان. این یکی از عرصه‌های مهم مبارزه است. در رابطه با این از بخش‌های مختلف جامعه باید پیام همبستگی بیاد و به طور مثال تو همین مدت کانون نویسندگان دیدم پیامی دادن در همبستگی با زندانیان سیاسی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن در زندان اوین، و از طرف همطور که گفتم همبندان 350 اوین باز اعلام حمایت شده از کسانی که به بخش انفرادی منتقل شدن. از طرف زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت لیستی از این زندانیان پیام همبستگی دادن و حمایت کردن از زندانیان بند 350 اوین و کسانی که به انفرادی منتقل شدن و به همین ترتیب انتظار هست. کانال جدید بفرمایید. سلام، متشکرم، بفرمایید. می‌خواستم عرض کنم به شما، حرف میزدی میذاشتم حرف بزنی، تو هم فرهنگ همون اسماعیلی و خامنه‌ای و همون جنایتکارانه دارید. فعلا که غلط رو دارن اونا میکنن، فعلا که کثافت رو دارن اونا میخورن، فعلا هم که میبینی چجوری به پته افتادن و به 30 سال افتادن تو صدای سیمای جمهوری اسلامی که به مردم توضیح بدن. امروز اینجوری تو صدای سیما میان به مردم توضیح میدن، فردا پشت میز محاکمه مجبورن بیان توضیح بدن. بنابراین شما این همه اعتراض مردم رو پای این تلویزیون شنیدید، پیام های پرشور مردم رو اینجا دیدید و براتون گرون تمام شده و ما کاری میکنیم که برای تک تک سران این رژیم، تک تک جانیان و دستن در کاران ماشین سرکوب جمهوری اسلامی، از جمله کسی مثل شما که میاد اینجا و خودش اجازه میده که اینجور حرف بزنه، تک تک شما کاری میکنیم که براتون گرون تموم بشه و به این وضعیت خاتمه میدیم. به فکر خودتون باشید و این تمام دستندرکاران ماشین سرکوب جنایت جمهوری اسلامی محاکمه میشن و تا دیر نشده خیلی از شما فرصت دارید که خودتون رو جدا کنید. برخوان بحثای بسیار خوبی تا الان اینجا شد. همطور داشتم صحبت میکردم که تلفنی زنگ زد، دوستی گفت که مردم سری میرن تو، مثلا اگه بگن یارانه
فوری میرن تو صف، اگه بگن ثبت کالای فوری میرن تو صف، میگم اون حق مردمه، بریم تو صف یارانه رو بگیریم، نمیدونم چندل قاز و ثبت کالای، اینا بخشای دستمزد ماست، اینا برای کافی نیست. دستمزد 2 میلیون تومان حداقل تو قدم اول و تو اینا کافی نیست، بلکه زندانی سیاسی آزاد باید گردد، اینا کافی نیست، بلکه باید جلوی اعدام ها رو بگیریم، اینا کافی نیست، بلکه باید حجاب ها رو برداریم و به طور کامل حجاب از برچیده بشه، برای اینکه جمهوری اسلامی پرچمش پایین کشیده بشه. همونطور که تو برنامه دیگه گفتم، حتی شمایی که اعتقاد دارید به حجاب، به خاطر اینکه این پرچم جمهوری اسلامی، حمایت کنید از این مبارزه، در مقابل این قوانینش بایستید و مدافع حقوق برابر زن و مرد باشید، در مقابل لاتالات و چرندیاتی که امثال خامنه‌ای میگن و رسماً با قلدری وایستاده و از آپارتاید جنسیتش دفاع میکنه، برای اینکه این یعنی جمهوری اسلامی و میگه این فرهنگ غرب برابری زن و مرد. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی پایه‌هاش رو تبعیض علیه زنه. اگه اینو ازش بگیری، اگه حجاب ازش بگیری، اگه آپارتاید جنسی ازش بگیری، یعنی جمهوری اسلامی نمونده. این پایه‌های قوانین اسلامیش اساسش بر این پایه گذاشته شده. بنابراین اینا همه موضوعات مهم اعتراض ماست و به خاطر همین موضوعات میبینیم که خیلی ها تو زندانن. اون که علیه این قوانین معترض بوده، اون که دستمزدشو میخواسته. کانال دادید بفرمایید. الو خانم دانشجو، سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید. الو. بله بله بفرمایید. خانم دانشجو، این کالایی که شما میگین برای کشور خودم دیدن که پیرزن سر 4 صبح یه ماشین رفته بود. انگار سر کالا کارم فایده نداره که چه ارزشی داره برای ما. بله راست میگید. من نگفتم. بله راست میگید. ولی میخوام بگم مردمی که میرن اون سبد کالا رو میگیرن، اون سبد کالا هم که جمهوری اسلامی مثل صدقه میده، بخش از دستمزد خودش ماست. بحثم اینه. درست میگید. وگرنه دعوت ما برای مبارزه برای سبد کالا نیست دوست عزیز. شما درست میگید. دعوت ما برای یک زندگی انسانیه. فراخوان ما برای برابریه. فراخوان ما به باز کردن در زندان هاست. دقیقاً شما درست میگید. و اینم همین که یه پیرزنی جون خودشو از دست میده به خاطر فقر، به خاطر گرسنگی، این گوشه از جنایات جمهوری اسلامی. دقیقاً درست میگید. ولی توضیح من این بود که حتی اونجا هم که مردم میان، مردم رو سرزنش نکنید. اگه جمهوری اسلامی میگه سبد کالا، فردا میخوام سبد کالا بدم، باید رفت و ازش گرفت، برای اینکه اینا همه و اونجا رو، اون وقت به قول شما دوست عزیز که اومدید رو خط، اون صف رو به صف اعتراض تبدیل کنیم، میگیم غلط کردید، ما صدقه بگیر نیستیم، ما حقمونه، یک زندگی انسانی حقمونه و دستمزد انسانی حقمونه، درمان رایگان حقمونه، تحصیل رایگان حقمونه، برابری زن و مرد باید باشه و اینا رو بهتون تحمیل میکنیم. این باید روحیه شما رو من تحسین میکنم. درست میگید، دقیقا اینجوره. ولی منظورم اینه که هر گوشه ای از حق حقوقمونو باید از حلقوم اینا بیرون بکشید. میلیارد ها به جیب زدن، پولای کلونی به جیب زدن، دزدی کردن به صرف حکومت بشار اسد و تروریست های منطقه و جهان کردن، همه اینها. و اینها نون شب ما بوده، اینها خرج تحصیل بچه های ما بوده، اینها خرج درمان و دارو بوده، اینها حقوق بازنشستگان بوده، حقوق ماها، حقوق پرداخت نشده کارگر بوده، بیمه بیکاری ما بوده، بیمه درمان ما بوده. این پولا به جایی که بیمه درمان بدن و زندگی ما، رفاه ما تامین باشه، به جای این شده 95 میلیارد دلار یک قلم از دارایی های خامنه ای شده، میلیارد تا پول قلم دارایی های جناب رفسنجانی شده، میلیارد ها پول اقلام دارایی تک تک آیت الله ها و سران این حکومت. کانال جدید بفرمایید. سلام خانم دانشور، خسته نباشید. سلام، متشکرم، بفرمایید. اگه اجازه بفرمایید منم در بحث شرکت. حتما بفرمایید، خوشحال میشم. خواهش میکنم. این روزها با
به اوریان‌ترین وضع جمهوری اسلامی میترسه. ولی جمهوری اسلامی از چی میترسه؟ جمهوری اسلامی بیش از 3 دهه که از توهم و ناآگاهی بخصوص تفرقه مردم نهایت استفاده رو برده. امروز یعنی حدود 5 ساله که ما از جزئی‌ترین مسائل زندگی مردم تا بزرگترین آن، یعنی ساختن دنیای بهتر بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی، ساختن دنیای سرشار از عدالت و برابری که همان سوسیالیسم را در لوحه شعار و عمل خور قرار دادید. کمپین های عظیمی را علیه اعدام و سنگسار و برای آزادی زندانیان سیاسی را حزب ما سازمان داده. جدا کردن فرزندان ما از تحصیل و کار کودکان خیابانی را ما برجسته کردیم. کفاول سرمایه های ملی را ما اوریان کردیم و علیه آن برنامه های وسیع را به اجرا درآوردیم. صدای میلیون ها انسان را که خسته از فقر و فساد و اعتیاد و کفاول و بیکاری و بیهودی اوریان بوده را ما منعکس نموده و به گوش هم دیده و جامعه بین‌المللی رساندیم. در مجامع بین‌المللی آنها را رسوا کرده و تأکید نموده ایم که این رژیم نماینده مردم ایران نیست و تا این رژیم هست نه تنها مردم ایران بلکه منطقه و جان هم روی آرامش نخواهد دید. آپارتاید جنسی را که از طرف حکومت شدیدترین حسی به اون دامن زده شده را برای زنان و مردان ما اوریانتر کرده، خانواده های بیشماری را از تأثیرات سوء آن نجات داده، نقش مذهب را در تخدیر و تعدیل افکار عمومی و از خودبیگانگی انسان را نشان داده و جدایی مذهب از دولت آموزش پرورش و قوه قضایی را به خاطر وسیع در بین بیشترین اقشار جامعه تبدیل کرده. سوسیالیسم و نظام شورایی را به بدیلی اساسی جهت نظام سرمایه‌داری تبدیل کردیم. آزادی بی‌قید و شرط را به خاطر عمومی تبدیل کرده و همه اینها مایه وحدت اجتماعی شده که مردم را حول حزب کمونیست کارگری متحد می‌کند. ترک جمهوری اسلامی واقعی و از همین روز که مانند گردی هار و گرسنه که مرگ خود را می‌بینه به اعدام و سرکوب و شکنجه و حتی حمله وحشیانه به زندانیان سیاسی بی‌دفاع در زندان اوین روی آورده. بله اگه میشه کوتاه‌تر کنید که دوستان منتظرم بخطن. بله خواهش می‌کنم. چش جمهوری اسلامی از این اعمال کری خود ترکی نمی‌بنده بلکه مایه رسوایی هر که بیشتر خودش میشه و مردم را به وحدت بیشتر تشویق میکنه. اکنون نوبت وحدت ماست و نمایان ساختن تمام خواسته خود در روز جهانی کارگران، کلمه کارگر و رهبرانه. 11 اردیبهشت روز جهانی ماست، روز جشن ماست، روز فریاد ماست برای آزادی و برابری و رهایی از بیکاری و گرسنگی. زنده باد آزادی، زنده باد برابری، زنده باد سوسیالیسم، زنده باد حزب کمونیست کارگری. متشکرم از دستی که نمایید. خیلی ممنون. زنده باد شما. بله دوستان هر کدوم میان اینجا پیام هاشون رو میگن، پیام های پرشور. و شما عزیزانم بیاد پیام هاتون رو بگید. کانال جدید بفرمایید. بله سلام. بله بفرمایید. بله لطفا صحبت کنید. بفرمایید تلویزیونتون رو کم کنید صحبت کنید. الو. بله بله بفرمایید. الو. بفرمایید. الو. الو. لطفا صحبت کنید. صدا دارید صحبت کنید. بله منم. الو. صحبت کنید دوست عزیز. اگه صحبت نکنید ناگزیرم قطع کنم. الو. بله دوستمون وقت خودشون رو دست دادن و نمیدونم مشکل چی بود، صدای ما رو نداشتن. امیدوارم دوباره تماس بگیرن و این بار صدا داشته باشن. بله یه ربع بیشتر از وقت برنامه باقی نمونده. دوستان تقاضا میکنم بیان اونم اگه پیامی دارن صحبت دارن اینجا صحبت کنن. کانال جدید بفرمایید. بله اینم قطع شد این شماره تماس ما هم. دوباره زنگ بزنید و صحبت کنید. من بسیار متاسفم. میدونم خودم در برنامه مختلفی سعی کردم بیام صحبت کنم و میدونم خط شلوغه و ساعت بالاخره فرصتی هست که همه شما عزیزان حرفای بسیاری تو دل داری. به قول اون مادر میگم من حرف گفتنی زیاد دارم ولیکن به خاطر شما صحبتم رو تمام میکنم. واقعا اینجوری من میدونم گفتنی بسیار زیاد دارید و اینجا جایی هست که شما میتونید حرفتون رو بزنید، میتونید پیامتون رو بدید و میتونید اخباری بگید.
میتونید سوالی دارید طرح بکنید به هر شکلی، و تو این یک ساعت به هر حال با کانال جدید باشید پای برنامه های ما، و همینجا از فرصت هم استفاده میکنم که این کانال رو به دوستان دیگه تو معرفی کنید، به آشنایان تو معرفی کنید. یکی از راه های متشکل شدن ما، یکی از راه های آماده شدن برای روزهای مثل روز جهانی کارگر که اینجا همه شما عزیزان اومدید و پیام های پرشور دادید، یکی از راه های سازماندهی عرصه های مختلف مبارزه ما از جمله در دفاع از زندانیان سیاسی، همه اینا اینه که بینندگان هرچه بیشتر دور این کانال جمع بشن. اینجا جای سازماندهی، اینجا جای اعتراض هستش، و شماره تماس های ما داریم رو پیامگیر، هر اخباری دارید بذارید. از خانواده های زندانیان سیاسی تقاضا میکنم هر خبری از عزیزانتون دارید ما رو مطلع کنید. میبینید چقدر وحشت داره جمهوری اسلامی از خبر، و یکی از مسائلش اینه که تو زندان اخبارش دقایق اونجا انعکاس جهانی پیدا کرده. میگن از رسانه ها و سایت ها، یکی از اون رسانه ها که صدای اعتراض زندانیان سیاسی بوده و اتفاقا بیشتر از هر جایی بوده، کانال جدیده. اینا حتی جرئت نمی کنن اسم کانال جدید رو بیارن که مردم نشناسن، اصلا اونایی که حداقل نشنیدن اسم این کانال رو نشنون، میترسن. برای یکی از اونجاها کانال جدیده، یکی از اون سایت ها، سایت هایی که کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و صفحه فیسبوکی که چند هزار نفر عضو اون هستن، اخبار اون رو لحظه ای دنبال میکنن. کانال جدید بفرمایید. الان پخش نمیشه زده نه؟ چرا صحبت کنید؟ سلام میکنم خانم دانشور، میخواستم بگم اینا همه شون بی‌ناموسن دیگه. میخواستم بگم اینا رو من روز قیامت یخشون همه شون رو میگیرم. در همبستگی با خانواده های زندانیان سیاسی چه صحبتی دارید حالا که زحمت کشید و زنگ زدید؟ برای جوانی بودن که به حال خشمشون رو مطرح کردن، من میگم نذارید برای روز قیامت، برای همین امروز بذارید. کاری که اتفاقا اینا میکنن با اسلامشون میکنن اینه که خشم ما رو به روز قیامت حواله میدن، شادی و رفاه ما رو به بهشت. خودشون همین امروز سرکوب میکنن، خودشون همین امروز بهشت دارن، خودشون همین الان صاحب همه نعمات هستن. شما که حرف میزنید میگم مشیت الهیه، نمیدونم سرنوشت همینه و تقدیر همینه، خدا رو شکر بکن بهش مال شماست و نقشش همینه. از همین طریق سعی میکنن که شما رو قانع نگه دارن، شما رو مطیع نگه دارن، شما رو صبرتون رو خلاصه در انتظار نگه دارن. نخیر، صبر نکنید تا روز قیامت، همین امروز دفاع کنید، حمایت کنید از خانواده زندانیان سیاسی، تو تجمعاتشون شرکت کنید، برای روز جهانی کارگر خودتون رو آماده کنید. کانال جدید بفرمایید. شبتون بخیر، شب دانشگاه خواسته نوید. سلام میکنم، متشکرم، بفرمایید. شب شما بخیر، بفرمایید. خانواده زندانیان سیاسی چند نفر سامیت صداتون دوست عزیز تا دیر نشده دوباره زنگ بزنید، صداتون قطع وصل میشه، به هیچ وجه مفهوم نیستش. بله، دوباره زنگ بزنید، خوشحال میشم بیاید صحبت کنیم. متشکرم، من قطع میکنم، سریع زنگ بزنید. بله، متاسفم صداشون قطع و وصل میشد و دوست داشتیم که صحبتاشون مفهوم باشه و نکاتشون رو بشنویم. به هر حال وقت زیادی از برنامه باقی نمونده، خوبه که یک بار دیگه صدای خانواده های زندانی سیاسی رو که شعار میدن و میگن زندانی سیاسی آزاد باید گردد، و اگر کلیپ اون از اتاق فرمان آماده است، یک بار دیگه این صدا رو بشنویم و به دنبال اون باز صحبت و گفتگو داشته باشید. بله، تا اتاق فرمان این کلیپ رو آماده میکنه که یه بار دیگه بشنویم، دوستان میتونید زنگ بزنید، صحبت کنید، و در این دقایق آخر برنامه، 10 دقیقه بیشتر باقی نمونده، اعلام همبستگی کنیم با این خانواده، فراخوان بدیم، خواستای خودمون رو بگیم، و به این شکل یک صف قدرتمندی رو در همبستگی با زندانیان سیاسی سازمان بدیم. بله، مثل اینکه آماده است، با هم دیگه این کلیپ رو میبینیم. سیاسی چرا نشستی؟ چرا نشستی؟ دولت چرا نشستی؟
سیاسی آزاد. شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو شنیدید که خانواده ها سر دادن، چند روز متوالی جمع شدند با این شعار، و این شعار باید همه جامعه سر داده بشه در همبستگی با این خانواده، در همبستگی با زندانیان سیاسی، و این شعار باید شعار روز جهانی کارگر باشه. در کنار خانواده های زندانیان سیاسی بایستیم، محکوم کنیم حمله به زندانیان سیاسی رو، پشتیبانی کنیم این عزیزان رو. کانال جدید بفرمایید. الو، شبتون بخیر. صدای من بهتره؟ بله بله، خیلی خوبه. بفرمایید، صداتون کاملا مفهومه. دولت چرا نشستین ابین شده فلسطین خوب شد اینو گذاشتین؟ این یه توهمه که اگه فکر میکنید دولت روحانی جدا از این اراذل اوباش حکومتی هستن، جدا از وزیرش پور محمدی که بدتر همون موضعی که غلام حسین اسماعیلی گرفت و انکار کرد حمله به زندانی های سیاسی در اوین و روز پنجشنبه گذشته، میبینیم هیچ خبری از وزیر دولت روحانی نیز پور محمدی هنوز سر جاشه، و از سوی رئیس قوه قضاییه همین خلخالی جدید بعد از 35 سال صادق خلخالی باید بهش گفت غلام حسین رو برمیداره، یک اراذل و اوباش دیگه مثل اصغر جهانگیر رو میاره. اینا همه مهرهای سوخته این رژیم کثیفن. من به خانواده زندانیان سیاسی میگم شما نمایندتون رو پیش کی فرستادید؟ پیش رفسنجانی تروریست با سابقه ترور در داخل و خارج کشور رو دارین که میرید پیشش و اون نوازشتون میکنه و میگه که این عده دیگه هستن که میخوان روحانی رو خراب کنن. مردم، شما بهتون اعلام جنگ کرده این رژیم. شما نباید خودتون رو گوشت دم گلوله این جناحای کثیف جمهوری اسلامی کنید. ارتقاء مقامشون دهن کجیه به شما و تمام مبارزا هست. باید یک پارچه وایس جلوی این کثیفا. در خاتمه میخوام بگم که میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب، ما مشغول کمپین ریحانه جباری بودیم و کثافت کاری دستگاه قضایی و قاضی های کثیفتر از خودشون، و دیدید که همین جریان زندانی سیاسی به مردم بار دیگه ثابت کرد که اینها یک مشت اراذل اوباشن و نمیشه نه به دستگاه قضایی، نه به وزارت اطلاعات، نه به سپاه پاسداران، نه به دولت روحانی نمیشه به اینا اعتماد کرد. مردم، به طرف سرنگونی این رژیم کثیف برید و اتحادتون رو حفظ کنید. متشکرم، خیلی ممنون. بله، نکات خوبی تاکید کردن. دولت روحانی، دولتی که رکورد اعدام داره و همونطور که گفتم میدونن مردم و کل این حکومت ماشین سرکوب جنایت، تاکید درستی گفتن. خب ببینید، اسماعیلی رو برداشتن، یکی یه جنایت دیگه رو به قول دوستمون گذاشتن سر جاش، ولی اینکه جمهوری اسلامی درست تو بحبوحه ای که اسماعیلی که رئیس کل زندان ها بوده مجبور میشه بکشه از جلو صحنه کنار در مقابل خشم مردم و اعتراض مردم، این رو هم باید دید. اما نکاتشون کاملا درست، جهانگیری و نمیدونم مرتضوی و اسماعیلی و مولانایی و نمیدونم چه میدونم مولوی و همه اینها، همه این دار دستگاه زندان و قضایی و همشون، همشون یک مش جنایتکارن، یک مش فاسدن، یک مش مرتجعن، کل این سیستمن، یعنی سیستم قضایی جمهوری اسلام مثل یک قده سرطانیک بود کندش انداختش دور. تمام کل این حکومت رو با همه اداره دستاش، همه سران حکومت رو باید خلقیت کرد و انداخت بیرون و در این حال باید به محاکمشون کشید. اینها مسئولن، اینها جنایتکارن، اینها دستشون تا آرنج آغشته است به خون جوانان ما. هر روز اعدام، هر روز سرکوب که به خاطر اینکه دزدی بیشتری کنن، پول بیشتری به جیب بزنن. این داستان 30 چند سال حکومت جمهوری اسلامی، حکومت یک سرمایه‌داری وحشی و خار که بر گرده کارگر، معلم، پرستار و کل جامعه حاکم شده، و این وضع بچه های ماست، این وضع جوان های ماست، این وضع
فجایعی که تو این جامعه باش روبرو هستیم. باید این قده سرطانی رو کند و انداخت به کثافت دنیا و به زبالدان. به طور واقعی نکتشون درست بودش. و اما در این تجمع خانواده های زندانی سیاسی در این حال یک جنبه داشت. خواست زندانی سیاسی آزاد باید گردد. آمدن بچه هاشون اونجا زدن، بچه هاشون رو اذیت آزار کردن، اومده وایستاده تجمع میکنه میگه کوتاه نمیام و باید پاسخ بدید. این اتفاق اتفاق مهمیه. خب طبعا در میان اینا کسانی هم هستن که خب هنوز فکر میکنن خودی هاشون توی دعواهای در اون حکومت میخوان کاری کنن، میگن روحانی نمیدونم خبردار نبوده، روحانی هم هیئت تحقیق تشکیل میده. اینا بازیه. هیئت تحقیق برای چی تشکیل میدید؟ خودتون دستورشو دادید. جناب اسماعیلی خودشون تو تمام امورات زندان دخیل هستن، خودشونو بی خبری میزنن. اینا بازیه. هیئت تحقیق برای چیه؟ منتها وقتی که فشار بهشون زیاد میشه، وقتی عرصه بهشون تنگ میشه، مجبورن از این سر وارد بشن. در حال متشکرم از دوستان عزیزی که اومدن اینجا صحبت کردن، فراخوان‌های پرشور دادن، حمایت کردن از خانواده‌های زندانیان سیاسی، خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدن و از جنبه‌های مختلفی روشنگری کردن. از جمله آخرین دوستمون که این دوست همیشگی ما که همیشه زنگ میزنن، اومدن صحبت کردن و گفتن کل این سیستم و دستگاه قضاییشه که جنایتکاره و مردم باید کل این حکومت رو سرنگون کنن، باید برای سرنگونی خودمون سازمان بدیم، برای رها شدن شر جمهوری اسلامی خودمون سازمان بدیم. به نظر میاد که وقت برنامه ما به پایان رسیده. امیدوارم اتاق فرمان به من بگن در حال برنامه کانال جدید رو دنبال کنید، تلویزیون کانال جدید رو به دوستانتون معرفی کنید و حرفایی که ما اینجا میزنیم و تو جمعاتون ببرید و از تو این باید سازمان در بیاد، از تو این باید مبارزه در بیاد، از تو این باید کارزار در بیاد و از تو این یک اولین می بزرگ و قدرتمند که شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد همه جا تنین بیاندازه. متشکرم که همراه ما بودید. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.